به نام خدا. سلام، وقت شما عزیزان به خیر باشه. عزیزانی که برنامه رو به شکل زنده دارن میبینند، ظهر جمعه شون به خیر، و عزیزانی که در بامداد شنبه تکرارش رو دارن ملاحظه میفرمایند، وقتشون به خیر و شادی انشالله. برنامه دیگر از مجموعه ورزش و مردم در اولین جمعه مرداد 1398 تقدیم شما. خیر روز در واقع پر بخش های مختلف و از رشته های ورزشی مختلف. در هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی افتاده، سعی کردیم که همه رو پوشش بدیم. مهمانان حضوری و تلفنی زیادی هم داریم. دعوت میکنم که از پای برنامه جمع نخورید و با ما همراه باشید. امیدواریم که تلاش همکارانمون بتونه شما رو راضی بکنه. در خدمتتون هستیم. سعید معروف با تندترین ادبیات ممکن جواب منتقدان تیم ملی والیبال رو داد. پاسور تیم ملی منتقدان تیم رو بی مصرف هایی که فقط نق میزنن لقب داده و به اونها توصیه کرده اگه عصبانی هستن سرشون رو به در و دیوار بکوبن. با اینکه بازیکنان تیم ملی والیبال در روزهای اخیر به انتقادات جواب داده بودن، اما قطعا حرفای معروف طوفانی ترین پاسخ به انتقادهای روزهای اخیر بود. با تصمیم وزارت ورزش رشته کره جودو فعالیت میکرد، به شکلی غیر منتظره از زیر مجموعه جودو شد و به فدراسیون ووشو پیوست. گفته میشه این تغییر و تحول با اضافه شدن کوراش به رشته های رسمی بازی های آسیایی 2022 بی ارتباط نیست. این رشته نوعی کشتی محسوب میشه که در بازی های آسیایی 15 مدال طلا داره. رئیس جدید فدراسیون کشتی گفت محمد بنا و غلامرضا محمدی محکم به کارشون ادامه بدن، بهتر از اینها نداری. علیرضا دبیر با تاکید به این که برای حذف کردن نیومده ادامه داد خیلی حرفا زده شد که دبیر اومده کشتی بانوان رو تعطیل کنه یا این و اون رو برداره، اما همه دوستان با قدرت به کارشون ادامه بدن. ثبت نام کاندیداهای فدراسیون والیبال هنوز شروع نشده، خبرساز شد. درباره انتخابات والیبال گفته میشه محمد رضا داورزنی شاید پست معاونت وزارت ورزش رو رها کنه و یکی از کاندیداهای ریاست این فدراسیون بشه. فدراسیون والیبال از 8 ماه پیش که احمد زیایی کنار رفت، با سرپرستی افشین داوری اداره میشه. و بعد از انتقادها از بلا تکلیفی فدراسیون تنیس، مجید شایسته سرپرست این فدراسیون گفت بلا تکلیفی فدراسیون من رو هم آزار میده. با این شرایط رسما اعلام میکنم که دیگه در تنیس نمیمونم. مدت هاست وسایلم رو جمع کردم و در کارتونی گوشه اتاق گذاشتم تا بلا فاصله بعد از تعیین تکلیف برم، اما استعفا نمیدم، چون استعفا بی احترامی به رأی مجمع و نفراتیه که پارسال به احترام من در انتخابات ثبت نام نکردن. در مورد همین بخش میدان که حمید محمدی زحمت اجراشو داشت هم عرض بکنم که اولا در مورد والیبال در ادامه برنامه یه بحث خوب انشالله مفید راجع به عملکرد تیم ملی والیبال به خصوص عملکرد کولاکوویچ در رقابت‌های لیگ ملت‌ها خواهیم داشت که امیدواریم که سودمند باشه و خروجی خوبی برای والیبالمون داشته باشه. راجع به کوراش و جدا شدنش از جودو این داستانا هم ما هفته آینده سعی می‌کنیم یک بحثی رو در این مورد انجام بدیم و زیر ذره‌بین ببریم این سبک‌های مختلف رزمی رو و نحوه ساماندهی اونها رو. اما هفته‌ای که در واقع گذشت، حالا دو هفته قبلش، حدود 18 تا 21 تیر ماه نمایشگاه وسایل ورزشی و تجهیزات ورزشی با عنوان اسپورتکس 2019 در تهران در واقع برگزار شد. ما هفته گذشته خیلی از بخش‌های مختلف برنامه نرسیدیم به جهت حضور آقای تاج و بحث‌های مفصل و مهمی که داشتند، یکیش هم همین قصه بود. سعی می‌کنیم که از غرفه‌های مختلف گزارش‌هایی که تهیه کردیم رو تقدیم حضورتون بکنیم. دکتر شهرام کجوری زحمت این بخش رو کشیده و اولین بخش رو امروز به اتفاق یکی از اولین گزارش‌ها رو مفصل‌تریناش رو در برنامه امروز ورزش مردم به اتفاق می‌بینیم. از حدود 4-5 سال پیش با توجه به اینکه جایگاه صنعت ورزش در کشور به خوبی تعریف نشده بود و این بستر و صنعت بکر بود و نیاز داشت که یک سازماندهی برای اون صورت بگیره، با راه اندازی مرکز نوآوری فناوری‌های ورزشی در واقع مرکز شتابدهی
حوزه استارتاپ های ورزشی هست، تلاش کرد از جوانان و شرکت های دانش بنیان، هسته های فناور در حوزه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای، افرادی که خوشفکر هستن، تیم کاری دارن و میتونن محصول سخت افزاری و نرم افزاری رو که نیازهای ورزش کشور رو بتونه برآورده بکنه حمایت بکنه. الان در حال حاضر از 15 شرکت دانش بنیان، هسته فناور و تیم استارتاپی مرکز نوآوری داره در واقع بتونه مستقیم حمایت بکنه که بخشی از محصولات اینها که در نمایشگاه اسپورتس 2019 در معرض دید عموم قرار گرفته، این محصولات الان قابل فروش و عرضه بازار هستن و علاقمندان میتونن در واقع با اطمینان از کیفیت محصول اونها خریداری کنن. سامانه آنلاین با مربی سامانه‌ای است برای جستجوی مربیان ورزشی در کل کشور. به این شکل هر کسی دنبال رشته ورزشی و دنبال مربی خاصی میگرده میتواند دسترسی به اینترنت داشته باشد، وارد سایت بشه، وارد سامانه بشن، با انتخاب رشته ورزشی و محلی که مد نظرش هست مربیانی که در اون منطقه دارن فعالیت میکنن و رسمی هستن رو ببینه. وارد صفحه مربیمون میشه، اطلاعات تماس، آلبوم عکس مربی و نوع تمرینات ایشون رو میبینه، ضمن اینکه میتواند از نظر شاگردان ایشون که پیششون فعالیت کردن کار کردن. لطفاً قرار بگیرین روی دستگاه، حالا دستگیره ها رو به دستتون بگیرین، دقت بکنین که شستتون روی قسمت فلزی دستگاه باشه، دستاتون رو فاصله بدین از بدنتون، کمرتون صاف، نگاهتون روبرو باشه. خب میتونین تشریف بیارین پایین. خب امتیازی که دستگاه به شما داده امتیاز 83 از 100 هست، یک امتیاز خوبی هست. در ارتباط با وزنتون، وزنتون 75 کیلو 700 هست، یعنی در واقع شما نه اضافه وزن دارید نه کمبود وزن دارید. اینجا به صورت جداگانه برای شما توضیح داده که عضله در قسمت‌های مختلف بدنتون به چه مقدار هست. ما در مرحله اول برای اینکه به اون نمونه اولیه یا نمونه اولیه محصول هر کدوم از این استارتاپ ها برسن، سرمایه گذاری و حمایت رو به طور کامل تقریبا خود پژوهشگاه ورزشی انجام داده، فضای کاری در اختیار استارتاپ ها قرار داده، به بازاریابی، برندینگشون و تبلیغاتشون کمک کردیم و در مرحله بعد تلاش کردیم با ارتباطات و رایزنی هایی که با فدراسیون ها، وزارت خونه و بخش خصوصی انجام دادیم برای این دوستان سرمایه گذار پیدا کنیم. الان به سرمایه گذارهای بخش خصوصی و دولتی دوستان مرتبط شدن و در ادامه مسیر خودشون کار رو پیش میبرن. اما رقابت‌های المپیاد ورزشی دانشجویی معروف به یونیورسیاد یه جایگاه خاصی داره خودش، که در واقع اخیراً هم این دور از مسابقات برگزار شد در ناپل ایتالیا و کاروان ما هم نسبتاً با دست پر برگشت. اتفاقاً فرصتی دست داد که به این بهانه رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی جناب آقای دکتر محمد رضا دهخدا رو اینجا در کنار ما باشن، دعوت ما رو پذیرفتن، خوش اومدن و همینطور یکی از گل سرسبدهای کاروانشون رو، کاروان ورزشیشون رو به نیابت و نمایندگی دعوت کردیم، سرکار خانم درسا عربشاهی، که حالا بیشتر راجبشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و بینندگان گرامی. بسیار عالی، خیلی خوش آمدید. و سرکار خانم درسا عربشاهی که توی تپانچه بادی 10 متر مدال طلا رو در ناپل ایتالیا به گردن آویخته. خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و شما و همکارانت. بسیار عالی. آقای دکتر یه مقدار از رقابت‌های این دوره، 30مین دوره رقابت‌های یونیورسیاد برامون بگین قربان. خدمتشون عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودید یونیورسیاد که همون المپیاد دانشجویان جهان باشه، بعد از بازی‌های المپیک بزرگترین رویداد جهانی هست که در این دوره با توجه به اینکه در اروپا بود تعداد کمتری شرکت کردن چون هزینه ها بالا بود. عرض کنم که 128 کشور حضور داشتن، 8500 ورد دانشجو، و عرض کنم که در این بازی ها یعنی میفرمایید استقبالی که از کل اعضای یونیورسیاد بوده، فدراسیون های ملی کشورها کمتر بوده به نسبت هزینه. این دوره به هر حال یه مقدار هزینه ها رو افزایش داده بودن نسبت به دوره قبل که 12500 نفر حضور داشتن و 160 کشور. این دوره 128 کشور بودن و خدمت شما عرض کنم البته به لحاظ اهمیت بازی ها سهمیه المپیک
در بعضی از رشته‌ها داده شد، از جمله تکواندو که 20 امتیاز داشت برای المپیک و قهرمانان بسیاری چه المپیک و چه جهانی حضور داشتن. و خب شما حضرت علی اطلاع دارین که سطح بازی‌ها به هر حال بسیار هم در برخی رشته‌ها و برخی مواد میتونه خیلی بالا باشه، بستگی به حضور ورزشکاران و رکورد‌هایی که دارن. ما در 4 رشته شرکت کردیم و در واقع تمام پتانسیل فنی ورزش دانشجویی در این 4 رشته بود. رشته‌های دیگه مایل بودن که ما اعزام کنیم، ولی مطمئناً علی‌رغم اینکه ورزشکار خوبی در دو میدانی ژیمناستیک و سایر رشته‌ها داریم، ولی سطح بازی‌ها اجازه نمی‌داد که ما بتونیم از اینا استفاده بکنیم. بنابراین این 4 رشته‌ای که اعزام کردیم، تکواندو، تیراندازی، تیراندازی با کمان و والیبال، تمام توان فنی ما بود که خوشبختانه درست. البته توی تکواندو تیراندازی که به هر حال سرکار خانم حاضر هستن اینجا به نمایندگی، فکر کنم نتایج رضایت بخش بود. تو ببینید، ما با توجه به تعداد 41 دانشجویی که بردیم و مقام نهمی که کسب کردیم، من خدمت شما بگم ایتالیا با 500 ورزشکار رتبه 6 کسب کرد، ما با 41 ورزشکار رتبه 9. یعنی این رتبه که کسب شد واقعا اینجوری ما پیش بینی نمی کردیم. ببینید که در تیراندازی که پیش بینی ما، یعنی فعالیت اینها و مدالی که گرفتم بیش از برآورد ما بود. بسیار عالی. سرکار خانم عرب شاهی، چند سالتونه؟ چند وقت کار میکنید؟ یکی از ویژگی‌هایتون این بود که آقای دکتر ده خدا که نشست گفت که ایشون به هر حال به عنوان اینکه در واقع یکی از ویژگی‌های مثبت شما این بود که از دل همین دانشجویی رفتن و انشالله فکر کنم برای تیم ملی هم بتونید موثر باشید. بله، من 25 سالمه، 6 سالم هست که تیراندازی کار میکنم، بعد کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی هم میخونم. بسیار عالی. سابقه حضور در اردوهای تیم ملی هم داشتین؟ سابقه حضور در اردوی تیم ملی داشتم، ولی اعزام برون مرزی خیر. یعنی انتخاب نشدین؟ رکورداتون، یعنی رکورد، چون ورزش رکوردی به هر حال رکوردهای بهتر وجود داشته. الان فکر کنین انگیزه باشه برای شما که بتونید در واقع با این طلایی که توی یونیورسیتی گرفتین، رقابتون توی موادی که شما شرکت می‌کنین چیه؟ به غیر از 10 متر تو چه رشته‌های دیگه؟ ما 25 متر هم داریم، ولی توی مسابقات اصلا نبود. رکورداتون چطوریه؟ وضعیتش قابل رقابت با ملی پوشان حال حاضرمون هست؟ بله، رکوردها در کل بالاست، در حد مسابقات جهانی هستش. دو تا مسابقه سهمیه پیش رو داریم که یکی ریو هستش، یکی قطر، که امیدواریم تون بتونیم سهمیه کسب کنیم. آها، برای در واقع المپیک شما همچنان امیدوار هستید که بتونید سهمیه رو بگیرید. الان به هر حال با کدوم یکی از این خانم‌ها تو تیراندازی؟ ماشاءالله خیلی وضعمون خوبه. تیراندازی بانوانمون چهره‌های شاخصی هستن. با کدومشون روابط صمیمی دارین؟ اصلا دوست هستین با کسی؟ من می‌خوام رستمیان که توی این مسابقات هم ایشون دوم شدن توی همین یونیورسیاد، اول و دومی نقره طلا و نقره از ایران بودش. ما توی تیراندازی توی یونیورسیتی به غیر از شما کسی دیگه هم مدال گرفتن؟ بله، یعنی یادی ازشون بکنید؟ بله، خانم خدمتی و آقای مهیار صداقت توی میکس تفنگ طلا گرفتن، توی تپانچه 10 متر نقره خانم هانی رستمیان، دوباره توی تپانچه 10 متر آقای سجاد پور حسینی برنز گرفتن، و توی بادی 10 متر آقایون تیمی دومی داشتیم. بسیار عالی. خانم نجمه خدمتی باید از اونایی باشه که مهندسی معکوس شده، از اون قهرمانایی که شما جذب میکنید برای دانشگاه. بله، البته ایشون خب میدونید که سهمیه المپیک گرفتن و در دو ماده شرکت کردن که انفرادی خب موفق نبودن، ولی در تیمی خیلی خوب کار کردن و مدال طلا گرفتن و مدال ایشون هم خیلی به اون رتبه ما کمک کرد. رکوردایشون خیلی امیدوار کننده است انشالله برای سا با به هر حال خدمت شما عرض کنم اونجا دیگه صحنه المپیکی بود، یعنی اینه که حضور داشتن، یعنی استانداردها و شرکت کنند. بله، شما ببینید علارغم اینکه پیش المپیک بود در اصلا یه تست گیم میشه در نظر گرفت. اصلا یکی از دلایلی که این دوره، چون یه دوره در میون که به المپیک میخوره، بعد قهرمانان المپیک میان توی این مسابقه شرکت میکنن که یه تست گیمی باشه، یا نمیشه که بالا تدارکاتی، ولی میان اونجا خودشون تست میکنن برای بازی المپیک. بنابراین
به خاطر این دورایی که به المپیک ختم میشه سطح فنی بازی و فراتر از دورهای دیگه میتونه. خانم خدمتی تو دانشگاه تو چه رشته‌ای جذب شدن؟ عرض کنم که ایشون بله ایشون الان دانشجو تربیت بدنی هستن در بیژن در دانشگاه. و در همون زادگاهشون در شهر بله خودشون اونجا درس میخونن. بسیار عالی حداقل بله. این ولی حالا یونیورسیتی دیگه علاوه بر اینکه تکواندو تیراندازیتون خیلی خوب بود، آقا والیبال چرا اینجوری شد؟ والیبال میدونید الان سطح انتظار از والیبال ما همه جا بالاست، حالا خب چه یونیورسیتی باشه چه ملی باشه. ببینید این عنوانی که والیبال کسب کرد یکیش اینه که نشون دهنده سطح بازی هست که والیبال بالا بوده، ولی ما هم مثلا سابقه اولی داشتیم بله. قبلا الان ولی من خدمت شما عرض کنم که ببینید این دوره یکی دو کشور جدید وارد شدن و تعدادی از ورزشکارای ما درگیر اردوی جام لیگ جهانی بودن یعنی یه سری از ورزشکارای ما در اون تیم بودن، ورزشکارشون در واقع ورزشکار شما همونایی بودن که همین در واقع تو سطح تیم ملی اینا داشتن بله یه سری توی به اصطلاح بزرگسالان بودن که توی لیگ جهانی شرکت داشتن، تعدادی هم برای جوانان رفته بودن به اصطلاح الان که در بحرین حضور دارن. بنابراین ما دیگه در اینجا حد اکثر توان این بود که از خود عمدتاً بدنه دانشجویی و تعدادی و بچه‌هایی که تو لیگ بودن و اینا استفاده کردن. یعنی انتظار این که مثلا کشورهای دیگه انقدر جدی بگیرن رو هم شاید نداشتید؟ مثلا بالا ما میدونستیم سطح بازی ها چی. دوره قبل هم خیلی تلاش شد که ما این عنوان کسب کردیم، ولی مربس علی رغم توانمندی که بود، اردوهایی که گذاشته شد، همکاری خوبی که فدراسیون با ما داشت، ولی ما نتونستیم از اون قابلیت‌های فنی دانشیامون که درگیر مسابقات جوانان و لیگ جهانی بودن استفاده کنیم. دوره بعد دو سال یه بار شده دیگه یونیورسیتی. بله بله. دوره بعد کجاست؟ در چین خواهد بود. چین خواهد بود دو سال آینده تابستون 2021. بله بله. بسیار. به هدف گذاریمون چیه؟ این چه تجربیاتی کسب کردیم؟ فکر می‌کنیم که چیکار باید بکنیم؟ ببینید به هر حال من خدمت شما عرض کنم بزرگترین معذرت می‌خوام. خواهش می‌کنم. تا آقای ده خدا صحبت میکنه و آها یه آبشو بنوشه، میخواستم از خانم عرب شاهی هم سوال بکنم، الان خودشون آمادگی پیدا کرد. بفرما آقای ده خدا. ببینید همطور که بازی المپیک مهمترین رویداد برای ورزش کشوره، برای دانشجو علارغم اینکه مسابقات آسیایی ما داریم جهانی داریم، این یونیورسیتی‌ها مهمترین رویداد هست. آره. بنابراین شرکت در این مسابقات خب به هر حال ما در سطح دانشجویی یه فعالیت‌های خوب المپیادا شرکت می‌کنیم، رنگ که داره دانشگاه ما به هر حال باید تو ورزش دانشجویی ما بتونیم به هر حال توانایی دانشگاه کشورمون رو به هر حال اونجا عرضه کنیم. بنابراین این برای کشور خیلی مهم است که توی مسابقات شرکت کنن. و من جالبی خدمت شما بگم در این دوره از بازی 68 کشور مدال گرفتن و 127 کشور بودن و تمام کشور با قدرت شرکت می‌کنن. به هر حال میخوان توان دانشجویشون رو در این میدان نشون بدن. یه خوشبختانه ما دانشجو ما آبروداری کردن و واقعا این عنوانی که کسب کردن، چه در قبل انقلاب، ما در قبل انقلاب بالاترین رتبه که داشتیم 18 و 22 بود خواه. و بعد از انقلاب حالا بین 34 و 32 بودیم که این دوره خوشبختانه این سکو رو خانم کارگردانمون محبت بکنن. خود خوشبختانه خانم نورسعیده هم خانم اونجا که الان پشت صحنه، الان سکویی که خانم در واقع عرب شاهی هست رو دارن نشون میدن. چه حسی داره خانم عرب شاهی رو سکوی اول رفتن و طلا گرفتن؟ خب لذت داشت، مخصوصا وقتی که همراه با دوستم تونستیم یه جایگاهی رو کسب کنیم، چون خانم رستمیان و من هر جفتمون از دانشگاه الزهرا هم بودیم توی مسابقات المپیاد دانشجویی که پارسال توی شیراز برگزار شد، ما اونجا هم دوم سوم شده بودیم. از اون موقع دیگه هدف گذاری کرده بودیم برای این مسابقات که خدا رو شکر به هدفمون رسیدیم. من الان رکوردهای شما رو که نمیدونم، ولی شما خب به هر حال خودتون همه رو در واقع جستجو کردین. واقعا شانس کسب سهمیه دارین برای 2020 توکیو؟ تیراندازی واقعا ظرفیتش خیلی بالاست، مخصوصا این چند وقت علاوه تکنیکی بچه‌ها خیلی خوب رشد کردن و به نظرم مخصوصا توی قطر ما شانس خیلی بالایی داریم، با توجه به اینکه 4 تا سهمیه هم اونجا توزیع میشه، شانس خیلی بالایی داریم برای اینکه سهمیه رو کسب کنیم، حتی شانس مدال المپیک رو هم داریم انشالله.
براتون آرزوی موفقیت میکنم سرکار خانم عربشاهی. صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم آقای دکتر دهخدا عزیز. عرض کنم من خدمت شما عرض کنم که این موفقیتی ایجاد شد به هر حال میدونی که ما ورزش دانشجویی پنج بخش داره. این همکاری بخشا بود. همکاری فدراسیون بود به ویژه فدراسیون تکواندو، تیراندازی، تیر و کمان و والیبال. وزارت علوم کمک عمده‌ای داشتن در اعزام اصل اعزام بوده وزارت علوم به ویژه معاونت دانشجویی سازمان امور دانشجویان بود. وزارت ورزش کمک‌های زیادی به ما کردند و کمیته ملی المپیک هم که از نظر مادی و معنوی کمک‌های بسیاری کردند و این مجموعه دست به دست هم دادن که موجب شدن این افتخار کسب بشه. در غیر صورت اگر این کمک‌ها نبود شاید ما مثل دوره‌های چند دوره گذشته رتبه 30م، 34م، 35م کسب می‌کردیم. در هر حال این حاصل یعنی کاروانتون به نظر میاد هم کمتر کیفی تر بود، یعنی هم به لحاظ کمیت تعداد کمتر بردید. به هر حال هدف گذاریمون برای این دوره اعزام کیفی و مدال بود. آها. بنابراین با 41 ورزشکار که بیش از 35 درصدش بانوان بودن و مدال آوری بیش از 35 درصد مدالمون بانوان آوردن و 41 دانشجو با این تعداد مدال، برای من فکر میکنم که یه رکوردی باشه برای یه ورزش دانشجوی کشور ما. انشالله که همینطور باشه. تصاویر جالبی هم از عکسایی که دوستان آوردن، واقعا یه مقدار به لحاظ پوشش تصویر اینا تو کشور یه مقدار حالا به هر حال به خودتون برمیگردید، شاید خیلی خوب عمل نشود، حالا شاید مثلا تو رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی و اینا منتشر شد، ولی در کوران خیلی قرار نگرفت. حداقل به نظرم مثل شبکه ورزش میتونه زمینه مناسبه برای این کار داشته باشه، حتی اگر شبکه سم فشرده بود کاراش و وظایفش سخته، ولی تو شبکه ورزش این مقدار باید تلاش. آره البته ما تلاش کردیم، جلساتی هم داشتیم با همکارانتون، ولی خب به هر حال با توجه به شرایط موجودی که بود و به هر حال یه سری صفحه‌جویی باید میشد، ما یه مقداری ترجیح دادیم که بسیار آره یه مقدار صفحه‌جویی بشه. همون دیگه صفحه‌جویی رو گفتی تا آخرش خوندن دیگه داستان. ولی آقای دکتر اشاره خوبی کردید، من در پایان در واقع اینو برای شما عرض بکنم که یکی از جاهایی که ما ایرانی‌ها همیشه متهم میشیم میگن میلنگن، خوب کار نمی‌کنن، کارهای تیمی و دست جمعیه. بله. میگن یه خورده همکاریشون ایناشون خیلی قوی نیست، تکی خوب کار میکنن، این ورزش‌های انفرادیمون به نسبت تیمی. اینجا هم جاییه که 3-4 تا مثل وزارت علوم و کمیته المپیک و وزارت ورزش اینا باید همکاری بکنن که یه خروجی خوب داشته باشه به اضافه فدراسیون. و این بهترین همکاری رو رقم تو این دوره شما راضی هستید؟ یعنی اصلا من واقعا وزارت علوم، کمیته المپیک، خب وزارت ورزش، فدراسیون ورزشی، واقعا از نظر فنی، از نظر سخت افزاری، از هر نظر بگیم به ما کمک کردن و این هم موثر. شما که راضی هستید، ولی اجازه بدید ما از والیبال راضی نباشیم ان شاءالله که حداقل. خب والی... ببینید حالا من یه چیز خدمت شما بگم، در بازی آسیا المپیک جایگاه کاروان مهم است. درسته. بله. بنابر این اون دوره والیبال کمک کرد، ما جایگاه خوبی داشتیم. این دوره تیمایی الان شما نهم شدین یا ما در بین 128 کشور دنیا شدیم نهم به نسبت رتبه هایی که در کاروان ادوار گذشته یعنی رکوردی بود، یعنی ما این رکوردی رو که کسب شد حالا امیدوارم بله جدولم که دوستان دادن که بله. خیلی با مسما باشه حرفامون، نهم شدیم با 7 طلا 3 نقره و 3 7 طلا 3 نقره و 7 برنز بله. و مجموعه 17 مدال که البته بر اساس مجموع هم بر اساس مجموع مدال 13ام و بر اساس مرغوبیت مدال 9ام هستیم. ژاپن، روسیه، چین، امریکا، کره، ایتالیا، چین تایپه، مکزیک بالاتر. خب به هر حال خسته نباشید میگم ان شاءالله ادوار آینده بهتر باشه. ورزش‌های دانشگاهی به نظر من یکی از اون نکاتیه که ما باید هر چه توجه بیشتر بهش بکنیم، چیزی کم نداره، به خصوص که بیشتر خوشحال میشیم کسانی مثل سرکار خانم عربشاهی از دل همین در واقع دانشجویی میرن وارد اون قصه میشن، میتونن به ورزش حرفه‌ای و ملی ما کمک کنن. خیلی متشکرم محمد رضا دهخدای عزیز، سرکار خانم عربشاهی و شما بینندگان عزیزی که ما همراه هستید. یه بخش رو ببینیم، اون بخشی که می‌خوایم ببینیم. آره این هفته میدونید که لیگ ما هنوز مشخص نیست، آقای تاج گفتن که کی شروع میشه، اما اردو تیم‌ها برگزار میشه. هفته گذشته رفته بودیم به سرعین، جایی که یعنی نرفته بودیم، دوربین رو فرستاده بودیم، جایی که پارس جنوبی جم اونجا تمرین میکنه. گزارش آقای صادقی همکارمون رو از اونجا به اتفاق ببینیم.
اردوی تیم پارس جنوبی چند روزیه که در استان اردبیل و شهرستان سرعین در حال برگزاریه و ما از طرف برنامه ورزش و مردم در خدمت شما عزیزان هستیم با تهیه گزارش از اردوی این تیم. تشکر میکنم از همه مردم عزیز خونگرم استان اردبیل، شهرستان سرعین، شهرستان نیر با مهمون نوازی کامل، محبت کامل و خونگرمی. هر سال که ما میایم اینجا پذیرایی میکنن، شرایط تمرینی خیلی خوبی برای ما فراهم میکنن. ما تمریناتمون رو در استان اردبیل اختصاص دادیم به کار بدنی و عرض به خدمت شما کنم انشالله از اینجا که برگردیم دیگه بیشتر به مسائل تاکتیکی میپردازیم. تیم خیلی جوونی داریم، انشالله بتونیم امسال توی لیگ برتر کارهای بزرگی بکنیم. مطمئن باشین که از تیم پارس جنوبی جمع امسال خیلی حرفای بیشتری خواهید شد. روز به روز داره شرایطمون بهتر میشه، خدا رو شکر. شرایط آب و هوایی اینجا خیلی خوبه، امکاناتی خیلی خوب بود و تونستیم روزانه دو وعده تمرین کنیم و آمادگی نسبی و خیلی بهتری برسیم. تجربه جدید این بار در تیم بوشه. خب بله دیگه، فوتبال رو نمیشه کاریش کرد و حالا باعث افتخاره که در خدمت تیم پارس جنوبی جم و هوادار خونگرم جم و استان بوشهر هستیم. انشالله که شرمنده شون نشیم امسال و بتونیم روزای خوبی واسه شون رقم بزنیم. سفید زرد قرمز توپ، سفید زرد قرمز توپ، سفید. اولین فاکتور مهمش آب و هوای اینجا که به ما اجازه داره میده هم صبح تمرین کنیم و هم بعد از ظهر. یه جوری تو هر ساعت از شبانه روز بخوایم اینجا میتونیم تمرینامونو انجام بدیم و به مرز آمادگی برسیم. شهر اردبیل و شهرستان‌های حومه استان اردبیل یکی از شهرهایی است که قابلیت‌های بسیار خوبی برای برگزاری اردوهای پیشفصل تیم‌های لیگ برتر و رده‌های پایین مسابقات رو داره. من از همه مدیران محترم باشگاه فرهنگی ورزشی خصوصا لیگ‌های برتر تقاضا دارم که اردوهای مختلف خود را در استان اردبیل خصوصا شهر نیر و اردبیل برگزار کنن. شاید بیشتر از 12 دفعه تیم خارج از کشور بردم ولی الان دفعه 12 که میام اردبیل و از امکانات استان اردبیل استفاده میکنم. اصلا قابل قیاس است، واقعا اینجا شرایط خیلی بهتره. یه عیب اینجا فقط داره اینه که تعداد زمیناش کمه، یعنی اگه ما 2-3 کمپ این شکلی داشته باشیم من فکر میکنم هیچ جایی توی خاورمیانه و آسیا بهتر از استان اردبیل با توجه به شرایط خوب هوایی وجود نداره برای تمرین کردن. تقریبا در 12 تا بازیکن جدید گرفتیم، بازیکن شاخص مثل آقای علی عبدالله زاده از تراکتورسازی، آقای مگنو باتیستا از پیکان، آقای حامد پاکدل از صنعت نفت آبادان، اینا رو به چند تا بازیکن دیگر رو به خدمت گرفتیم. یه سری از بچهای پارسال هم مثل آقای نوری و گودرزی اینا هستن. ان شاءالله یه تلفیقی داریم از بازیکن‌های با تجربه و جوان. هدفتون ان شاءالله امسال در لیگ برتر. با توجه به اینکه بودجمون نسبت به سال‌های گذشته خیلی کمتر شده، هدف گذاری باشگاه اینه که ان شاءالله در لیگ برتر باقی بمونه. ایران عزیز ما جاهای مختلفش تو همین فصل تابستونم انصافاً جاهایی داره، از جمله استان اردبیل یا همین مثلا منطقه سرعین و مناطق خوش آب و هوای اطراف که واقعاً توی این اوضاعی که یه مقدار به سامانم نیست به لحاظ مالی، واقعاً خیلی از تیم‌های ما اردوهاشون میتونه اونجاها برگزار بکنن، به شرط اینکه مثلا یه جایی مثل همین سرعین شاید تو گزارشم بود که یه زمین چمن داشته باشه. یعنی اگر یه زمین چمن توی منطقه سرعین باشه واقعاً حیف نیست. خیلی از تیم‌های ما میتونن به شکل استانداردش ولی خیلی خوبش همینجا تو کشور خودمون در واقع کارشون رو انجام بدن. علی مقانی عزیز سلام. بنام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان خوب و شما مردم. خوشحالم که بعد از یک هفته غیبت اینجا هست. آره، هفته گذشته که کلن دیگه همه چیه برنامه در واقع از حالت عادیش خارج شد، چون دیگه به هر حال مهمونی که داشتیم آقای تاجم خیلی دیر به دیر میشه پیداش کرد. بله. گفتیم که مسائل فوتبالی رو از ایشون بپرسیم.
ولی خب شما هم که الان با پیش درآمد فوتبال اینا به استقبال شما اومدیم، چون معمولا مسائلتون فوتبالیه. خواهش میکنم. آیا یوسفی، هفته گذشته رویای کارتون فوتبالیستای جورایی به حقیقت پیوست. دو بازیکن از ژاپن به رئال مادرید و بارسلونا منتقل شدن. یکی آقای کوبو که 19 ساله رفت به رئال مادرید و هیروکی آبه رو که حالا علاقه‌مندای جدی فوتبال میشناسنش، جلوی پرسپولیس در تیم کاشیما بازی کرد همین چند ماه پیش در فینال لیگ قهرمانان آسیا، منتقل شد به بارسلونا. اما البته نیم نگاه کاملا در واقع مارکتینگی، ببخشید بازاریابی، یعنی یک نگاه در واقع اقتصادی به ورزش باعث شده اینا، چون حتماً همینجوره. ببینید الان بازیکن 19 ساله و 20 ساله ژاپنی به لیگ رالیگا میره، به بارسلونا میره، رئال مادرید میره، اما مهمترین استعداد زیر 20 سال ما الله‌یار صیادمنش رایه فنرباخچه میشه. این به این معنی نیستش که ما در واقع الله‌یار صیادمنش از اینها بازیکن ضعیف‌تریه. به این معنی که ما یه بخشش اونه که اون ارتباطات رو نداریم آیه یوسفی، یعنی اون ارتباطات با باشگاه‌های اروپایی، و یه بخشش این که زیرساخت‌هایی که برای درآمدزایی اون باشگاه هست. بله، اون برای درآمدزایی زیرساخت تو ژاپن با ایران فرق می‌کنه. رئال و بارسا از اون پیراهنا، از اون پتانسیل تو ژاپن پول خوبی میتونن در بیارن. دقیقاً همینطوره. ولی اینجا اولیش تو چهارراه منیریه ما زده میشه و اون واقعاً به این سادگی و از طرف دیگه اصلاً قوانین فعلی دقیقاً اجازه نمیده که بشه اینجا در واقع به صورت رسمی پیراهن فروخت. فکر کنم شما به عموم در واقع دارید روی این ذره بین رو میبرید روی این سمت. بله، ببینید ما یه دوپینگ اقتصادی دارن در واقع الان کشورهای شرق آسیا، به خصوص ژاپن و در مرحله بعدی چین. ببینید چین الان فوتبال درجه دوی آسیاست و بارها و بارها تو این سالا از ما باخته، شکست خورده. همین جام ملت آسیا به سادگی ما سه تا به چین زدیم و تموم شد. اما الان اقبال بازیکن‌های چینی برای رفتن به لیگ‌های معتبر اروپایی بیشتر از بازیکن‌های ایرانیه، به خاطر اینکه مثلا فرض بکنید تیم وردر برمن یک حامی مالی چینی داره و یکی از شرط‌های قرارداد این در واقع حامی مالی با باشگاه اینه که یه بازیکن چینی هم بخره که خریدن. بسیار عالی. یه نقطه بذارید بریم یه بخش رو به اتفاق هموطنانم ببینیم و بینندگان عزیز ورزش و مردم. هفته گذشته گزارشی رو از اردوی تیم امید پخش کردیم، حرفای حمید استیلی مونده، اون بخش رو هم به اتفاق ببینیم که حمید استیلی به عنوان سرپرست تیم امید چی گفت. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان قدیمی ورزش و مردم. خدا آقای شفیعی‌ام بیامرز. سلام عرض می‌کنم. آقای استیلی، وضعیت تیم ملی امید کشورمون چطوره؟ وضعیتمون نسبتاً خوبه. ما طبق برنامه اردوهامون رو شروع کردیم، حالا با اینکه تعداد مربیامون کافی نبود، ولی سعی کردیم که اردوهامون رو طبق برنامه ریزی که انجام دادیم و شروع و به پایان برسیم. انشاءالله تو اردوهای بعدیمون مربی دیگه هم به ما اضافه میشه و تقریبا کامل میشیم. خب آقای مجیدی هم دومین اردویه که کنار ما هستش و روز به روز داره با بچه‌ها بیشتر آشنا میشه. حضور آقای ویلموس سر تمریناتمون، جلسه گذاشتن و با مربیان پایه خیلی انگیزه داده، هم به مربیامون هم به بچه‌ها. جدار فدراسیون فوتبال هم از آقای ویلموس تشکر کنیم که این فضا رو به وجود آوردن که تیم ملی بزرگسالان با تیم ملی امید بازی کنه. آیا استیلی، ما در سید چهار قرار گرفتیم تو قرعه کشی و احتمال اینکه گروه سخت بخوره بهمون خیلی زیاده. به نظرتون فرقی میکنه برای ما که گروهمون گروه سختی باشه نه گروه راحتی باشه؟ خب قطعا فرق میکنه. خب این به خاطر نتایج سالیان گذشته، شاید 4-5 سال گذشته است که نتایج خوبی که گرفته نشد باعث شد که ما تو سید 4 قرار بگیریم. نتایج خوب تیم ملی بزرگسالان تو سید 1، ما نتایج خوبی نگرفتیم تو قسمت تیم ملی امید و تو سید 4 قرار گرفتیم. قطعا حریفای سرسختی رو داریم، ولی ان شاءالله با برنامه‌ریزی که انجام دادیم از همه مهم‌تر که
باشگاه ها بازیکن ها رو در اختیار ما بذارن، اردوهایی که داریم، بازی های تدارکاتی که داریم و شناخت مربی از بازیکن ها باعث بشه که بهترین تیم ها داشته باشه. کدوم بازی دوستان هماهنگ شده؟ ما شهریور ما دو تا بازی با تیم ملی زیر 20 سال ازبکستان در ازبکستان داریم، در آبا ما دو تا بازی با تیم ملی اندونزی جاکارتا داریم، برای مهر ما هم داریم برنامه‌ریزی میکنیم که انشالله بتونیم دو تا بازی تدارکاتی خوب، چون سعی کردیم تو فیفا دی بازی بکنیم که بچه‌ها رو بتونیم بیاریم، همونجوری که بازیکن‌های تیم ملی بزرگسالا میاد بازیکن‌های تیم ملی امیدن بیاد که باشگاه زیاد آسیب نبینن. و نیم فصلمون هم نیم فصل لیگ هم با آقای فتایی هماهنگ کرده بودیم جوری باشه که ما تو اون نیم فصل بتونیم بازیکنان حداقل 20 تا 1 ماه در اختیار داشته باشیم و قبل از اردو بازی المپیکمون توی تایلند یه اردوی توی اسپایر قطر داشته باشیم و بتونیم اونجا هم بازی بکنیم. جا داره که واقعا تو این شرایط اقتصادی و ارزی خیلی سختی ولی فدراسیون همکاری لازم رو داره با ما انجام. صمیمانه برای تیم امیدمون آرزوی موفقیت میکنیم، اما علی مقانی داشت میگفت که از کجا ناشی میشه این داستان. الان میریم به سراغ بازیکنامون، یه خود ریز میشه. ببین باید خود به گذشته برگردیم، تا 10 سال 15 سال پیش ما هم در تیم‌های بزرگ اروپایی بازیکن داشتیم، هم در لیگ‌های معتبر، یعنی در 5 لیگ معتبر اروپایی به اندازه کافی بازیکن داشتیم. حالا آدم که اینو کنار هم الان می‌بینه اینا رو، خیلی های دیگه هم بودن به غیر از اینها. ما حتی در مقطعی در دهه 80 بازیکنایی داشتیم که در تیم ملی ایران فیکس نبودن یا حتی دعوت نمی‌شدن اما در بوندسلیگا بازی می‌کردن. اما الان به چه وضعیتی رسیدیم؟ الان ما فقط در 5 لیگ معتبر، یعنی انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان، فقط دو نماینده داریم. اگه تصویر بعدی رو ببینیم، بله، فقط همین دو نفر رو داریم الان. بله. علیرضا جهانبخش رو داریم و سامان قدوس. سامان قدوس و با سردار آزمون هم ببینیم، اونم هنوز لیگ روسیه است ولی خب این معتبر نیست فعلا. و با توجه به که سامان قدوس هم در واقع محصول فوتبال ایران نیست، فوتبالش رو از سوئد شروع کرده و ما اون چه که به عنوان محصول فوتبال ایران فقط علیرضا جهانبخش، فقط علیرضا جهانبخش رو الان داریم. مسئله اینه که آقای یوسفی، ما یک شرایطی پیش اومده در 5-6 سال اخیر به خصوص که تیم‌های معتبر، یعنی لیگ‌های درجه دوی اروپایی اومدن به بازیکن‌های ایرانی اقبال نشون دادن. مثلا فرض بکنید ما امسال اگه تصویر بعدی رو که ببینیم، دو تا خرید در پرتغال داریم. اگر که حالا بذاریم اینو بگیم که ما دو تا بازیکن داشتیم در چمپیونشیپ و امیدوار بودیم که البته برگشت دیگه، حالا برگشتیم اون پرتغال رو داریم. بله. که مهدی طارمی بود، مهدی طارمی و مهرداد محمدی رو ما در واقع حالا رفتن در لیگ پرتغال بازی کنن. دو تا تیمی که رفتن تیمای خیلی مهمی نیستن، در یعنی ما تیمای هفتم و 14 هم بنفیکا، بله، بنفیکا، پورتو، اسپورتینگ لیسبون نیستن، ریو آوه هستن و آوس امیدوارن، یعنی طارمی، مهرداد محمدی و بازیکن‌های در واقع توی این رده امیدوارن که اینجا دیده بشن، برن به لیگ‌های معتبر. اما یه مسئله مهمی وجود داره، اینکه معمولاً میانگین سنی بازیکن‌هایی که الان رفتن در بلژیک، پرتغال یا در واقع روسیه بازی می‌کنن، اغلب به غیر از یکی دو تا استثنا مثل یونس دلفی، انقدر بالا هست که نشه خیلی امیدوار بود به ادامه راه طولانی اونها در اروپا. بسیار عالی. حالا می‌خوایم وارد در واقع چیز بشیم یا یه صفحه دیگه هم داریم اون رو هم بگیم. می‌خواستم ببینم قبل از اینکه از شما می‌خوام بپرسم علت چیه؟ راجبون علت در واقع صحبت بکنیم. قبل اینکه علت رو برسیم بریم یه بخش رو هم ببینیم. بله حتما. ببین ما دو تا بازیکن سال گذشته، سعید عزت‌اللهی و کریم انصاری‌فر رو در چمپیونشیپ داشتیم. لیگ در واقع سطح 2 فوتبال انگلیس. بله. در ریدینگ و ناتینگهام فارست. لیگ معتبریه، مهمه و بسیار هم دیده میشه و امیدوار بودیم که در این دوتا بازیکن انقدر بدرخشن که بتونیم سال آینده در تیم‌های بهتر و تیم‌های لیگ برتری ببینیم، چون این در واقع انتقال از چمپیونشیپ به لیگ برتر انگلیس معمولا انتقال ساده تریه. بله. اما عزت‌اللهی که بدشانسی آورد، کمی در واقع مصدومیت باعث شد که نتونه بدرخشه و کریم انصاری‌فر هم دیگه کلا از فوتبال اروپا
برید و برگشت به قطر، اومد به اسیلیه قطر. ببینید اگه ما بخوایم در رابطه با دلایل این اتفاق بحث کنیم، درسته اون عوامل اقتصادی در واقع اون بازارهای شرق آسیا که ما نمیتونیم باشون رقابت بکنیم، ولی یک بخشش هم اون پشتکار نداشتن یا کمتر جاه طلب بودن فوتبالیست های این نسله. آها، که این یعنی ما اگر نگاه بکنیم مثلا فرض بکنید به الگوی علی دایی، آره، وحید هاشمیان، سائی و کوشا بودن، خیلی تلاش زیاد، یعنی انگیزه بالا، نمیدونم. البته ما هم اینجا نشستیم پارو پا گذاشتیم این حرفا رو میزنیم، حتما اون هم بپرسی یه دلایل دیگه هم دارن، ولی از اینجوری منظری که میبینیم در واقع ببینید علیرضا جمعه‌بخش که الان داره برایتون بازی میکنه، وقتی که رفتش در واقع به تیم نایمخن، در همون مقطع پیشنهادهایی داشت که به لحاظ مالی در همین ایران ها پیشنهادهایی داشت که خیلی خیلی بهتر از نایمخن بودن، یعنی در واقع با یک رقم خیلی ناچیز منتقل شد به نایمخن هلند، اما این رو پذیرفت، یعنی گفت حالا فرصت برای پول در آوردن هست، بذار تو 20 سالگی برم در واقع یک شرایط بهتری رو تجربه کنم. یه تصویری هم داریم درباره لیگ روسیه. در واقع ما حالا یکی از در واقع ترمینال های اون چیز هم لیگ روسیه بود تو سالهای گذشته، بله، میلاد محمدی تصمیم گرفت دیگه عاقبت از این لیگ بره و رفت به خنت بلژیک. ما تصویر کامل در واقع همون چیز هم میتونیم استفاده بکنیم کارگردان عزیزمون، چون داریم راجع به این صحبت میکنیم، بر میفرمودید. بله، میلاد محمدی عاقبت رفتش به لیگ بلژیک، رضا شکاری برگشت بعد از اینکه به حال دوره ناموفقی رو داشت سپری میکرد. بله، اما نکته عجیب سردار آزمونه که همچنان به این لیگ وفادار مونده. البته امسال در تیم خیلی بهتری داره بازی میکنه، در زنیت سن پترزبورگ و در لیگ قهرمانان اروپا این شانس دیده شدن براش وجود داره، با توجه به اینکه 25 ساله هم هست. اگه خاطرتون باشه سردار آزمون وقتی که به بایر مونیخ در یک بازی اروپایی گل زد خیلی دیده شد. این فرصت برای سردار آزمون هست که ما یه نماینده مهم دیگه در لیگ پنج لیگ مهم اروپا داشته باشیم، با این توضیح که الان صحبت‌های در مورد بیرانوند هم هست که مهدی شریفی تو بخش دوم درباره بیرانوند هم صحبت می‌کنه. شما نکته‌ای مونده یا نه؟ نه، من نکته خاصی. خیلی متشکرم و ممنون علی مقانی عزیز در این بخش. اما اجازه بدید حسن ختام این بخش یه ورقی بزنیم به سال‌های گذشته، 30 اندی سال پیش، چون زحمت متنای این بخش رو هم در واقع خود علی مقانی میکشه، بنده هم میخونم، ولی خب مال سال 63، 35 سال پیش، تصاویر جذاب در قالب چلتیکه، این رو ببینید. منم از علی مقانی خداحافظی کنم. متشکرم. روزی روزگاری در اوایل دهه 60، مسافران این تاکسی ها ستارگان خاطره‌ساز فوتبال ایران بودند، با دست خالی، بی ادا اتوار، کم توقع اما مملو از عشق. فوتبال رو نه با پا که با قلبشون بازی می‌کردند. چه کسی امروز این تصاویر رو باور میکنه؟ تمرین فوتبال در سالن والیبال، چنگیز، علی دوستی، محمد خانی، برادران بیانی، پنجلی، عربشاهی، احدی، فتح‌آبادی، حاجیلو، اینا بخش مهمی از تاریخ فوتبال ایران هست. اون روزا خبری از کمپ تیمای ملی و ساختمان پک و فیزیوتراپ و ماساژور نبود. ظاهر و باطن همین، همین بالا و پایین پریدنا، همین توپ به زمین زدنا، همین دراز و نشستا و گرگم به هوا بازی کردنا. این تیم چند ماه بعد بدون محمود یاوری و با مربیگری ناصر ابراهیمی به سنگاپور سفر کرد. با اون گل به خودی باور نکردنی شاهین بیانی، اون پنالتی های نفرین شده مقابل عربستان و کویت و چهارم شدن در آسیا، بیان که تیم ملی در هیچ بازی بازنده باشه.
نسل کم توقع اون روزها در گرفتن نتیجه هم کم توقع. بچه‌ها که اینجا هم داشتن نگاه میکردن میگفتن اینا فوتبالیستن والیبالیستن، گفتیم نه بابا فوتبالیستن، حالا چرا اومده بودن داخل سالون اینا بماند. 35 سال پیش بود. برگردیم به حال حاضر در ادامه صحبت‌های علی مقانی، شاید هم حالا فرصت نبود یا توی بستر و زمان دیگه بپردازیم به این که شاید مدیر برنامه هام الان خیلی موثرن در این که بازیکن‌ها کجا برن، بسته به اینه که اونا ارتباطاتشون در چه سطحی باشه هم به نظرم این مطلب تاثیرگذار هست. اینو گفتم بریم چون هوای نقل و انتقالات و فصل نقل و انتقالات هم هست یک بخش رو به اتفاق ببینیم. میخواییم وارد بحث مهم روز بشیم، بحث والیبال و عملکرد کولاکوویچ. از این تصاویر کاملا مشخص شد که می‌خوایم بریم سراغ لیگ ملت‌ها. بعد از اینکه تیم ملی والیبال کشورمون به مرحله نهایی راه پیدا کرد و البته در مرحله نهایی شاید انتظاراتی که بود ازشون برآورده نشد، اون نتیجه‌ای که باید گرفته نشد، یه مقدار تو جامعه بحث رفت سمت عملکرد کادر فنی تیم ملی والیبال، با توجه به اینکه همه اذعان داشتن بچه‌هامون خیلی عالین، خوبم کار میکنن، ولی رفت به سمت کادر فنی تیم ملی والیبال. هفته گذشته بازم به خاطر همون ضیق وقت فرصت نشد، اما با یه هفته تأخیر این بحث رو دوست داشتیم امروز بین موافقین و مخالفین عملکرد کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمون اینجا برگزار بکنیم، یه فضایی فراهم بشه که امیدواریم خروجی مناسبی برای والیبال ما داشته باشه، چرا که والیبال سال شلوغی رو پیش رو داره، همچنان از قهرمانی آسیا و انتخابیای المپیک اینا گرفته تا اینکه برسه به توکیو 2020 ان شاء الله، راه درازی رو در پیش رو داره. جوانان ما هم الان در بحرین درگیر رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان هستن، برای اونها هم آرزوی موفقیت داریم. اما مهمانان عزیز و ارجمند این بخش، پیر در واقع استخون خرد کرده ورزش، آقا پیر رو همینجوری گفتم، خدایی اصلا پیر بهش نمیاد، جواد محتشمیان عزیزمون، همون استخون خرد کرده والیبال بهتر، قربان من اون اولی رو فاکتور می. آقا خیلی خوش آمدید آقای جواد محتشمیان. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای افشار دوست، همبتران عزیز ارجمند در خدمت شماست. بله، و دبیر اسبق فدراسیون والیبال، کسی که خودش مربی بوده، کارشناس هست فعلا،
و در همه رده های اجرایی و فنی والیبال هم کار کرده. محمود افشار دوست عزیز، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران خوبتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین خدمت جناب آقای محتشمیان عزیز که افتخار شاگردی ایشون رو در تیم ملی والیبال بزرگسالان داشتم و ایشون مربی ما بودن. خوشحالم که در خدمت هستم. استاد و شاگردیاتون، همه دیدبوسیاتون هم که کردیم بیرون از اینجا سر جاش، ولی اینجا امروز آقای جواد محتشمیان به عنوان منتقد بخشی از عملکرد کولاکوویچ و کادر فنی اینجا حضور دارن و آقای افشار دوست دقیقاً میخوان بگن که نه، اینطوری نیست و عملکرد کادر فنی و به خصوص ایگور کولاکوویچ قابل قبول بوده. آقای محتشمیان با حضرت عالی شروع بکنید. خواهش میکنم. ببینید، من اینجا باید خسته نباشید بگم بچه‌ها، عملکرد خوب بازیکنان ما آمار و ارقامش هست. در دور مقدماتی ما بهترین عملکرد رو داشتیم و خوشبختانه اونجور که انتظار میرفت در صدر جدول بودیم. آمارم نشون میده که چهار بازیکن ما از شروع مسابقات تا همون دور مقدماتی بهترین ها بودن در بین 16 تایی. پس اینجا به این نتیجه میرسیم که تیم ما از نظر ابزار، امکانات، داشته ها خیلی خوب بوده. حالا خوشبختانه در این مسابقات عملکرد تیم ما به گونه ای بود که نیاز آنچنانی از بیرون نداشت. یعنی انقدر اینا از نظر هماهنگی، از نظر عملکردی خوب بودن که کمتر نیاز شد که اینا از بیرون کمکشون بگه. حالا شما وقتی که یه مربی میاد کنار تیم، البته یه مربی باید مدیریت بدنسازی داشته باشه، مدیریت تاکتیکی داشته باشه، مدیریت تمرین داشته باشه، اما اون چیزی که خیلی مهم هست مدیریت کنار تیم زمانی که بازی شروع میشه هم داشته باشه. ما اینجا سال گذشتم که من چندین بار راجع به قضیه صحبت کردم، کمتر دیدیم زمانی که تیم تحت فشار قرار میگیره کمک آنچنانی بشه از طرف در واقع مربی تیم. حالا اصل قضیه اینه که یک مربی بین 10-15% در هر مسابقه میتونه کمک تیم بکنه و چه بسا اگر 10-15% خوب ازش استفاده کنه میتونه این توان حرکتی تیم رو به 100% برسونه. ما به طور مستند میگم بارها و بارها شاهد این بودیم که زمانی که تیم تحت فشار قرار میگیره بیشتر از این که بچه‌ها هم عصبی بشن، تحت فشار قرار بگیرن، خود مربی هم این شرایط رو داشت. حالا و مستند به شما بگم ست پنجم بازی دور مقدماتی که ست پنجم بازی دور مقدماتی هم دوستان محبت میکنن، ست پنجم بازی برزیل حتما بله. پخش عمل کرده آقای دالزاتور اونجا ببینید در طول ست چی کارهایی که نمیکنه. حالا این نکرم اشاره کنم، آقای خوب افشار دوست یکی از بهترین بازیکنان بودن، خب سالها کنار تیم ملی بودن، یکی از کسانی هستند که اشراف کامل به این قضیه دارن. یک مربی در یک ست که حالا باید بگیم در بخش، در یک بخش چندین آیتم داره، 6 تا تعویض داره. پس این از این 6 تا تعویض میتونه استفاده کنه، وقت به بیاندازه، ترمیمی انجام بده، تقویت کنه تیمشو از نظر فنی. 6 تا، این 6 تا رو نگه دارید. 2 تا وقت استراحت داره، 8 تا. الان که 2 تا بازبینی بینی هم بهش دادن، چند تا؟ 10 تا. تازه تو بازبینی ها شما میتونین ارتقا بدین، اگه درست تقاضا بکن بازبینی تو میتونین به 10 تا برسونین. ما همون 2 تا حداقل رو میگیریم. خب حالا هر بخش 25 امتیاز داره. پس شما در زمانی که از بخش اول تا بخش چهارم امتیازات 25، 2 تا وقت استراحت فنی داری میشه 12. در ست پنجم هر تیم به امتیاز 15 برسه به شرطی که 2 پوینت جلو باشه برنده است. 2 تا وقت استراحت فنی رو نداری ولی 10 تا امتیازات کمتره. پس شما 10 مورد میتونی استفاده کنی، کمک تیمت کنی، چه از نظر روانی، چه از نظر ترمیمی، چه از نظر وقفه‌ای، و اینجا بتونی تیمت رو حفظ کنی. ببینید ما یه اصل
چه ابزاری باعث بازدارندگی عملکرد خوب بازیکنان میشه؟ یک، ترس. یکی به ترس نمیتونه خوب. دو، عصبانی شدن. سه، صدمه دیدگی. چهار، آسیب دیدگی که از کهنه باشه. حالا ما این رو باید توسط مربی که کنار تیم هست ترمیم کنیم. یعنی اگر تیمی عصبی شد، اینجا مربی باید دخالت کنه و عصبانیت کاهش بده. اگر خودش تحت فشار قرار گرفت، اینجاست که دیگه کار از دست بازیکنم خلاص میشه. شروع بازی ست پنجم در امتیاز 1-1 دو تیم برابر شدن که فکر کنم داریم میبینیم بخشای از ست پنجم. در امتیاز 2-1 خطای تور رو داور اعلام کرد. اگه دقت کنیم اون صحنه رو بارها و بارها ببینیم، حالا من مشکلم این بود که تازه هم باید گزارش بکنم هم باید تحلیل‌ها رو اونجا برای خودم تو فکرم می‌سپردم. بدون اینکه دو تا بازیکن کنار آقای موسوی، دفاع وسط ما آقای موسوی بود، اومدن تا خطای تور اعلام کرد، دستشون آوردن بالا، به دستمون نخورد، درست هم بود، این طبیعی هم هست. مثلا یه توپی که می‌خوره روی خط هم می‌خوره، همه اینجوری می‌کنن اوت اوت. اینجاست که تا می‌خواد بازبینی بده مربی، بازیکن‌ها بهش میگن با دست اشاره می‌کنن داخل بود، یعنی بازبینی نده، ما دیدیم نزدیک بودیم. اینجا جالبه که وقتی تقاضای بازبینی داد آقای کلوکوویچ، نگاه نکرد به موسوی که ببینه عکس العمل این چیه، هیچی، فقط تقاضای بازبینی داد. یک موقعیت رو در امتیاز 2 از دست دادیم ما. چند تا دیگه داریم؟ 9 تا دیگه گذشت تا امتیاز 7 5-8 ما عوض کردیم زمین رو، که من همونجام اگر بارها موسته ببینید احساسم بود که دیگه تیم ما برد، انقدر اینا خوب کار کردن، زحمت کشیدن، توپگیری ها عقب زمین ما به نحو عالی انجام گرفت، 3-4 شیجه یک دست رفتیم، اون حضرت بود معروف رفت، حضرت بود با یک دست توپ رفت، خیلی که عمل کرد خوبی داشتیم. امتیاز زمین که عوض شد 5-8 7-8 ایشون وقت استراحت گرفتن. خیلی خوب، یه موقعیتی داریم که تیم نیاد نزدیک نشه. تو پوان 8-8 اشتباهی ما میگم محرز داوری، دیگه از این بالاتر که نیستش که. اول از همه خود آقای کلوکوویچ به هم ریخت. برای چی؟ شما فرصت داری یا تقاضای بازبینی بده یا تقاضای وقت استراحت کن. چرا؟ چون 4 بازیکن ما رفتن سراغ داور. این عصبانیت هی طول کشید تا آخرش دید دیگه کار به جایی نمی‌بره، اومد خودش با داور دوم صحبت کرد، گفت برید بازی رو ادامه بدید. اینجا نباید میذاش تیم ما عصبانی میشد. برزیل الان یه آیتم داریم تو در تمام مسابقات، جنگ اعصاب، جنگ روانی، که شما جنگ روانی را بندازی، بازیکن بده تحت فشار قرار بگیره، عصبی بشه، خوب نتونه تصمیم بگیره. آقای محتشمیان، به خاطر اینکه آقای افشاردوست هم خیلی ساکت نباشن، شما هم وارد بحث بشید آقای افشاردوست از منظر خودتون. جناب یوسفی، البته خدمتتون عرض کنم که این که در واقع ما تایید کننده عمل کرده، یعنی حامی عمل کرده تیم ملی هستیم، شکی درش نیست، اما قطعاً نکاتی وجود داشته باشه به لحاظ موضوع در واقع سلیقه‌ای من توی این حوزه که مثلا این کار میتونست به این شکل بهتر باشه، قطعا در مورد اونم صحبت میکنیم. صحبت های آقای محتشمیانم کاملا درست است، اما من فکر میکنم که بایستی یه خورده به یه شکل دیگه هم نگاه کنیم. ببینید، ما در همونطور که آقای محتشمیان گفتن، تمامی آمار بازیکنای ما، 6 تیم مرحله نهایی که من دیدم توی بخش‌های مختلف، مثل تو سرویس، مثل تو دریافت، مثل توی اسپک بعد از دریافت، مثل توی پاس دفاع، آمار تیم ما بسیار نزدیک است و بعضی جاها بهتر از تیم قهرمان است. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که تیم ملی ما 2-3 ماه تمرین کرده تو اردو، 2 ماه، 1.5 ماه، 2 ماه تمرین کرده، حالا بعضی بازیکن‌ها از لیگ‌های ایتالیا اومدن بهش رسیدن، تمرینات خوبی رو انجام، تمرینات خوبی کی طراحی کرده، کی انجام داده؟ سرمربی تیم. یعنی شما این رو به حساب سرمربی؟ بله قطعا همینطوره. سرمربی تیم برنامه تمرینی گذاشته، برنامه بدنسازی گذاشته، نوع هماهنگی گذاشته، هماهنگی خوبی با مربی تیم جوانان و بقیه داشته برای اینکه بازیکن‌ها جو، پس بنابراین خود فدراسیون زحمت کشیده، اردوی خوبی گذاشته، پس بنابراین یه واقعیت است. نمیشه که ما بگیم که در واقع تیم خودش تمرین کرده یا غیره. نه، بالاخره این بازیکن‌ها تحت نظر آقای کلوکوویچ تمرین کرد. آقای کلوکوویچ
مربی کم تجربه ای نیست. آقای کولاکوویچ بالاخره پیشینه مربیگری داره به عنوان سرمربی تیم ملی صربستان که تو المپیک بوده، قهرمانی جهان بوده، قهرمانی اروپا بوده، تو مقطع لیگ جهانی بوده. پس بنابراین فکر نمی‌کنم مربی کوچیکی باشه. اما نکته‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم باید خیلی بهش دقیق نگاه کنیم، اینه که ما در حین تمرینات تیم ملی هیچ کدوم از ماها شاید به طور ثابت نبودیم سر تمرینات که ببینیم توی پروسه دو ماهه چه به تیم ملی گذشت، چه تمریناتی رو کردن، کدوم بازیکن تو کدوم بخش آماده بود، کدوم بازیکن چجوری میتونست تو تمرینات به تیم کمک کنه که مد نظر مربی باشه. و ضمناً با آقای کولاکوویچ صحبت کنیم در مورد ذهنیتش نسبت به بازیکن. ممکن آقای کولاکوویچ یه روزی بیاد من و محمود افشار رو به عنوان یه بازیکن نپسنده که مثلا مورد تایید بعضی مربی ها بعضی کارشناسا باشم، مثلا آقای محتشمیان نوعی رو میگم، حالا ایشون رو مثلا بپسنده که مثلا اختلاف سلیقه داشته باشه با یک دو تا مربی. این سلیقه کار مربی است، باید به این احترام بذاریم، یا باید باش کار نکنیم، یا اگه کار کردیم باید بهش احترام بذاریم. اما موضوعاتی وجود داره در مورد تیممون، توی اینکه تیم ملی ما توی 5 هفته مقدماتی عملکرد بسیار خوبی داشت شکی درش نیست، بازیای بسیار خوبی رو به نمایش گذاشت. من از روز اول قبل از شروع لیگ ملت‌ها این صحبت رو کردم که تیم ملی ما الان شایسته و لیاقت کسب مدال هست. انصافاً هم بود. دقیقاً. بازیکن‌های تیم ملی انصافاً فرصت طلایی بله. همه میگفتن که بله. ما میتونیم رو سقف بازیکن‌های تیم ما به مرز پختگی بله. خوب رسیده بودن. ستاره‌های تیم ملی ما علارغم اینکه خیلی از دوستان اعتقاد دارن دیگه بس اینا بازی نکنن، من میگم نباید بازی کنن چون بهترینای پست خودشون هستن دنیا. ما نمیتونیم به راحتی از کنار سعید معروف، سید یا نمیدونم غفور اینا بگذاریم، در صورتی که اینا بهترین بازیکن‌های دنیا هستن، جزء خوبای دنیا هستن. اگه تیم ما تو ستا بود الان ما شاید ستا بازیکنامون مدال انفرادی میگرفت. یکی از جاهایی که ببخشید وسط صحبتتون دوستان، اگه این درست همون قسمتیه که اگر یک زدم حدوداً یه 3 ثانیه یه دقیقه به بعید عقب، یکی از این جنجال‌های بازی با برزیل که حتماً این سر همین بحث میشه خیلی خوب انجام داد. سر اتفاقاً همین آره آره خیلی عالیه. اتفاقاً چون الان چون صحبتش شد بدم نیست که دوستان محبت کنن این تصاویر رو. بله بله حالا ادامه میرسیم به این موضوع. ما این بازیکنامون جز بهترینای دنیا، هیچ کدوم هیچ کسی نمیتونه نفی کنه. سعید معروف اصلا 2 سال بزرگتر از اینم به لحاظ سنی باشه، وقتی جزء خوباست خوباست، شایسته سالاری یعنی همین، سید یعنی همین، غفور یعنی فرقی نمیکنه، بقیه بازیکنام همین. من میخوام بگم که در واقع انصافا این 5 هفته رو عالی بازی کردن بچه ها. این حالا در مورد این قضیه صحبت کنم بعد نیست، حالا بقیه صحبت کنم. ببینید یه خطایی رو در واقع مشخص شد که اتفاق افتاد. ما در اینجا بحث ویدیو چک خطای رد و نداره، یعنی در واقع کولاکوویچ نمیتونه درخواست ویدیو چک بده نمیتونه درخواست بده که این توپ مشخص. تنها راهی که داره اینه که درخواست سردفاع بده که آیا مثلا یه سردفاع که اونجا هم اتفاق اسپک و دفاعی نیفتاده که بخواد سر بس، بنابراین خود به خود داور اجازه نمیده ویدیو چک درخواست بشه چون وجود نداره برای این کار ویدیو چک. اگر یه دفاعی بود، یه حمله ای اتفاق افتاده بود، میتونست درخواست دفاع یا برخورد توپ به دست رو بده و در نهایت برسن به این، ولی نه حمله ای بود نه چیزی و در واقع اینجا یه مشکل. اما نکته ای که اینجا وجود داره به نظر من فکر می‌کنم باید خیلی جدی بهش بپردازیم، پاشنه آشیل تیم ماست که الان سالهاست در واقع تو این حوزه داره به ما ضربه میزنه. از زمان آقای ولاسکو هم این ضربه رو زده، باید بپذیریم اینو. من نظر شخصیمو میگم، نمیدونم میتونن دوستان قبول کنن. نکته مسائل روحی روانی که بلافاصله تیم ما رو تخلیه میکنه. خب اینجاست که ما زمان آقای ولاسکو هم نتونستیم توی بزنگای خوب یه تیم رو ببریم بریم المپیک 2012. زمان خود آقای مرحوم مدنی و حالا قبل آقای ولاسکو ما هم مربی تیم ملی بودیم، جای حساس به تیم ژاپن در فینال بازی آسیایی باختیم و نقره گرفتیم. زمان آقای کوواچ توی مسابقه در قهرمانی جهان این اتفاق برامون افتاد و بعد تیممون در واقع رفت تو سراشیبی در واقع باخت. زمان آقای لوزانو این اتفاق افتاد. زمان آقای آیا ما میتونیم بگیم همه این مربی خوبی نبودن؟ انصافا اینجوری نیست. ولی آقای محتشمیان الان از شما بپرسیم این رو تایید میکنید یا نه، با توجه به اینکه مثلا در مورد تیم لهستان من دیدم هم با اون جوانایی که آورده بود برای شیکاگو، هم تو بازی اولش هم تو بازی دومش یه بزنگاهی یه حرکتی رو ایجاد کرد و بازی رو برگردوند. دقیقاً من میخوام فرمایش آقای افشاری درسته، منتها چی باید دیگه رو بکنه؟ من شما اینو میپذیرید که زمان آقای ولاسکو اینا هم نه زمان ولاسکو نبود، ولاسکو خیلی راحت تغییر میداد. ببینید
واقعیت اینه که وقتی یه بازیکن عصبی شد، این یک چیز جا افتاده است تو دنیا، دیگه نمیتونه خوب تصمیم بگیره. حالا شما 15 تا تیم باشون بازی کردی، آیا این 15 تیم همه در یک سطح بودن؟ نه، نبودن. من قبول دارم آقای افشاردوست، آقای معروف، آقای موسوی، عبادی پور و و باید باشن، بهترینن، اما آیا نباید کمک اینا بکنیم؟ ما نباید اینا رو تخریب کنیم، نباید اینا رو دست بدیم، ما باید اینا رو حفظشون کنیم. اینا یک شبه اینجا نرسیدن. اگر یک بازیکنی تحت فشار قرار میگیره اونجایی که ما کمک این بکنیم، کمک تیمم کردیم، کمک خودمونم کردیم. اگر اون 6 تا تیمی که نسبت بقیه ضعیف‌تر بودن ما میمدیم یه تعویض دو نفره میکردیم، یعنی پاسور و قطرش عوض میکردیم، سه دنده بازیکنات تو زمین باشن بچرخن، محک میزدیم اینا رو، یا خوب بودن ما برده بودیم، یعنی تیم مدیریت کنار زمین برده بود، چون میگو ببین من اینا رو انتخاب کردم اومدن عملکرد خوبی داشتن، بردی. اومده بد بودن بازم بردی. چرا؟ چون اینا رو محک زدی، دیدی خوب نیستن. شما هفته 14 تا بازیکن تونستی دوره بدی، دو تا بازیکن دیگر اضافه میکردی، یعنی اصلا این تست رو نکردی در طول 15 تا بازی، 16 تا بازی. حالا اومدی توی بازی حساس خوردی به بنبست، چه چیزی رو داشتی؟ حالا من برای خدمت شما بگم، اینجایی که آقای افشاردوست هم فرمودن ویدیو چک رو نتونست بده، نباید میذاش به اینجا میرسید، باید بلافاصله تقاضا وقت استراحت میکرد، دنباله اون وقت استراحت هفتمش کرد ایشون گرفت، نمیذاشی تنش به وجود بیاد. این یعنی مدیریت، یعنی اینجا حفظ تیم، نباید وایس اونجا خودش هم به این جمع اضافه بشه، تیم عصبانی بشه. چرا باید عصبانی بشه؟ حالا نه وقت استراحت گرفت، نه به موقعش تقاضای بازبینی رو داد، گذشت. اومد تو پوان 9 آقای آلن چیکار کرد؟ آقای دالزاتو چیکار کرد؟ 4 تا تعویض انجام داد. اینا کی بودن؟ اینا رو آورد هی تغییر داد، وقفه داد، عصبانیت‌ها رو ببره وقفه ایجاد کنه. این اتفاقا جای خوبی اینو مطرح کردید. یکی از صحبت‌هایی که میشه افرادی که از بیرون نگاه میکنن میگن که ما نسبت به تیم‌های دیگه چرخش بازیکنامون و تعویضمون کمتره. دقیقاً. دلیل این حالا من خدمت اینو میخوام مستند به شما بگم. ببین از 6 تا تعویضی که ما میتونستیم داشته باشیم، توقف تو بازی ایجاد کنیم، کمک تیم بکنیم، یه دونه انجام ندادیم تو ست پنجم. یه دونه تعویض انجام بدیم، یه وقفه ایجاد کنیم. یعنی آقای کولوکوویچ بعد از اینکه وقت استراحتش هم گرفت تو پوان 7، یک پوان چیدم بازبینی هم اشتباه داد، بعد بازبینی دومش جالب بود، دیدی بازبینی دوم رو؟ بازبینی دوم بازیکن از پشت خط پریده، آبشار زده اومده خطای تور اینو داده، که مثلا گفتم بابا 2 متر فاصله داشت. چرا؟ خودش باید اینجا اول این تحمل فشار رو داشته باشه، نداره. آقای بوگانیکوف شما یادتونه که بوگانیکوف که اومد ایران، آقای یوسفی در تمام پست‌ها ازش استفاده شد به عنوان سرمربی، بعد یه مدت به این نتیجه رسیدن که این کار بدنسازیش خوبه، کار آمادگیش خوبه، از نظر آموزشی عالیه، اما کنار تیم نمیتونه وایسه. من حرف شما رو تایید میکنم، ایشون از نظر بدنسازی، تاکتیک، هر چی بگی مدیریت خوبی داشت، اما ما کجا به این نیاز داریم؟ اونجا که تیم بهش نیاز داره کنار زمینه. درست. حالا ما میتونیم بیایم بگیم آقا تو 3 تا 4 تا تیم دیگه هم بهت میدیم. چرا؟ چون اونجا هماهنگیت خوبه. اینجا یکیو بذاریم که بتونیم، چون 2 سال پیش هم من گفتم اینو، کمکش کنیم. اومد بازبینی دومش دیگه بدتر از اولی بود، اونم از دست داد، یه وقت استراحت داشت و بازی رو تموم شده دید. یعنی 6 تا رو که اصلا بانک پیچی کرد گذاشت، تعویضا رو اصلا انجام نداد، 2 تا بازبینی رو که هیچی، یه دونه وقت استراحت. آقای افشاردوست، آقای محتشمیان میگن که به هر حال برای اون آنهای خیلی حساس یه مقدار آقای کولاکوویچ برای اون شرایط مناسب نیست. البته من قسمت اول حرفام ناقص مون، اونو من تمامش کنم. بحث باختی که آقای ولاسکو برای ما داشت و نتونستیم بریم المپیک 2012، موضوعش موضوع به نظر من همون موضوعی بود که توی این 3-4 ساله اخیر تو جای حساس والیبال ما رو نذاشته نتیجه بگیره. اونم بحث روی روانیه، من اعتقادم اینه. بحث روی روانی. آقای ولاسکو هم نتونست اون تیم رو از اون باخت 3-2 به استرالیا اگه اشتباه نکنم
توی مقدماتی المپیک در بیاره. حالا نمیدونم و سالهای بعد اشتباه نکنه. دقیقا یادمه دو تا تعویض که انجام داد اونجا تیم رفت. میخوام دقیقاً ولی تعویض انجام داد. ببین این مهمه. نه ببین آقای محتشم ما نمیتونیم بگیم یکی داره غرق میشه دست بندازه هر جا فر. نه 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 ببین یه اعتقادی داره مربی، یه برآوردی داره از نوع بازیکن، از اون پتانسیل بازیکن، توانایی بازیکن نگاه میکنه میگه بله 6 تا تعویض داره، 2 تا تایم داره، حالا 2 تا هم تکنیکال تایم داره، نگاه میکنه شرایطو. نظر خود شما راجع به تعویض نکردن ها چیه؟ یعنی احساس میکنید آیا فاصله نفرات زیاد میدونه یا اینکه چرا تعویض نمیکنه؟ ممکنه فاصله نفرات، اما یه نکته هست، ممکنه فاصله نفرات باشه، من نظر خودم رو میگم. اما یه نکته هست، ببینید ما توی با شروع بازیامون در لیگ جهانی با یک از بازیکنامون بود که در لیگ ایتالیا شرایط خوبی رو داشت، آقای معنوی نشد. سه تا اول بازی با ایتالیا که تموم میشد در واقع تعویض رو انجام داد تو بحث دریافت اول و پوریا فیاضی رو برد داخل. این پوریا فیاضی وقتی اومد توپ به دست سعید معروف رسید دیگه تمام بازی لیگ جهانی فیکس شد. میخوام اینو بگم کولاکوویچ با نفر خوب ما والیبال رو شروع بازی رو شروع کرد در تیم ملی، با نفر ما که تو لیگ ایتالیا عمل کرده خوبی هم داشت، توی تعویضایی که گربیچ کرده بود معنوی نژاد و شرایط خوبی رو داشته، با اون آدم شروع کرد، با اون بازیکن که از آینده های والیبال ما هست، بازیکن خیلی خوبی هم از شروع کرد. من میخوام بگم که این بحث سلیقه‌ای کاره. ببینید آقای محتشمی ممکنه مثلا آقای محتشمی میدونه یه مربی کنار زمین تایم میگیره اصلا با بازیکن حرف نمیزنه، دقیقاً میره اونور، یه مربی تایم میگیره مثل هینن بالا پایین میپره مغزشون رو میخوره، یا مثل اون رزنته برزیلی یقه پیرنشو پاره. این سلیقه کاره، نمیتونی بگی اونی که حرف میزنه خوبه، اونی که حرف نمیزنه پس بده. نه اصلا اینجوری نیست. یا ما بعضا تو ایران برآورد میشه اونی که حرف نمیزنه اطلاعاتی نداره بگه. نه اینجوری نیست، دقیقاً اصلا اینجوری نیست. این یه نوع کاره، یه نوع مثلا ما یه مربی تو اون مقطع در تیم ملی داشتیم، مربی خود ما بود آقای پارکیوون، تو سر تمرینات تیم ملی به قدری بد اخلاق و بد صحبت میکرد با بازیکن‌ها، ولی تو بحبوحه مسابقات از برادر به ما نزدیکتر میشد. این اصلا عوض میشد کاراکترش. آیا میتونستیم بگیم این پس تو تمرینات بده؟ نه، خوب بود، دوتا مدال گرفتیم باش، یه نقره برنز گرفتیم تو بازی آسیایی و تو قهرمانی آسیا. من میخوام بگم که یه بخشیشو اجازه بدیم به مربی، ولی نکته ای وجود داره. اون نکته اینه که کادر فنی ما داریم. سم مربی تیم ملی مثل جریان اون نباشه که هواپیما میفته و این نفر خلبانه پس مقصره بدون اینکه بررسی کنه. اینجوری نباید باشه. بالاخره یه گروه فنی هستن، یه کادر فنی دارن، دو تا بازیکنای خوب تاریخ والیبال ما در کنار آقای کولاکوویچ دارن کار میکنن. آقای اکبری، آقای رضایی از خوبان والیبال ما در طول تاریخ هستن. به لحاظ فنی هم بالاخره هر دو تا بازیکن‌های محتشمانه میده بازیکن‌های فنی بودن تو زمان خودشون. سعید رضایی تو لیگ ایتالیا والیبال بازی کرد، بالاخره داشته‌هایی داره که به لحاظ فنی میتونه ارتباط برقرار کنن، صحبت کنن، انگلیسی بلدن، ایتالیایی بلدن، سعید خیلی راحت میتونن با هم دیگه صحبت کنن با آقای کولاکوویچ و در واقع این ارتباطات رو داشته باشن. ما خیلی متشکرم و ممنون. ما به این بحث برمیگردیم برای جمع‌بندی، منتها می‌خوایم بریم به استقبال اذان ظهر به افق تهران، التماس دعا از عزیزان هموطن مؤمن و نمازگزار. بسیار عالی، در خدمت شما عزیزان هستیم و التماس دعا از هموطنان عزیز نمازگزار. بحثمون رو داشتیم پی می‌گرفتیم با دو تا مهمان عزیزمون، بحث گل انداخته بود و آخر بحث که آقای افشاردو صحبتاشون رو تموم بکنه. خواهش می‌کنم قبل از اینکه شروع صحبت کنم التماس دعا دارم از همه هموطنان عزیز، مخصوصا تو این شرایط خاص برای تیم ملی والیبالمون به خاطر انتخابی المپیک. خدمتتون عرض کنم که بحث تعویضا رو داشتیم می‌کردیم، یه نوع بحث در واقع سلیقه‌ای هست. آقای محتشمی قطعا تایید می‌کنن، حالا خیلی مواقع اتفاق میفته، مثلا یه تیمی داره دو تا پوان میگیره، دو تا پوان پشت سر هم میگیره، حالا مربی تو اون شرایط نمیخواد تایم بگیره، در واقع میاد مثلا سرعتی زن جلو رو که اصلا هیچ ربطی هم به نقشی هم نداشته میاد با یه تعویض جابجا میکنه، یه سرعتی زن ذخیره رو میاره جای اونا. ممکنه خیلی مربی‌ها به این اعتقاد داشته باشن، در کنار اون خیلی هم نداشته باشن. این در واقع برمیگرده به این که چی تو ذهن مربی. قطعا آقای کولاکوویچ بعد میتونه الان که برگشته ایران اردوها شروع شده میتونن جلسه ای رو بذارن صحبتی بکنن، یا شاید اصلا حتی با فدراسیون این جلسه رو گذاشته باشه، نقطه نظراتش رو گفته باشه، ما اطلاعاتش نداریم. در مورد همه این مسائل شما به عنوان سرمربی تیم میتونه توضیح بده. من گفتم خدمتتون ما دو تا بهترین بازیکن‌های تاریخ والیبالمون رو نیمکت هستن، اینا به لحاظ فنی آدمای با تجربه ان، سعید رضایی، پیمان اکبری بلدن والیبال، والیبال رو میفهمن، خیلی راحت میتونن تو مسائل مختلف کمک کنن به سرمربی. قطعا با توجه به بعضی موقع تلویزیون هم
میبینیم صحبتایی رو میکنن. مون تو در نهایت برمیگرده به این که در واقع این مربی توی ذهنش به عنوان سرمربی از تک تک اون بازیکن‌ها و تک تک بازیکن‌های ذخیره چه برداشتی داره. ما به صرف این که بگیم که خب آقا مثلا باید تعویض می‌کردی، مثلا اینو می‌آوردی اونو می‌بردی، خیلی شاید منطقی به نظر نرسه. چرا؟ چون اون مربی اعتقاد داره که مثلا بازیکن X به لحاظ فنی توی این شرایط از بازیکن Y خیلی ضعیف‌تره، چرا من ببرمش تو زمین، ببرم و دو تا پوان بده. روی 8-5 بازی با برزیل اگه خاطرتون باشه یه توپ قفور نخوابون بعد از اون، یه توپ فیاضی نخوابون، در واقع من فکر می‌کنم اینجا تیمو اصلا به لحاظ روانی یه دفعه افت کرد. اون اعتراضی که همیشه تو لیگم بعضی بازیکن‌ها داشتن، بالاخره به داور و اینا عادت داریم ما ایرانی‌ها همیشه اعتراض می‌کنیم، تو لیگ اونم اتفاق می‌افتاد، اون هم مزید بر علت شد. در واقع شرایط روانی خاص، ترس از باختی که آقای محتشمان تو اون بخش اول صحبت‌ها اشاره کرد، همه اینا می‌تونه یه فشار روانی خاصی رو ایجاد کنه به تیم که خب اگه می‌باخت در واقع باید اوت می‌شد دیگه که شد، که در واقع یه شرط اینجوری بشه. حالا ما باید فکر می‌کنم آقای افشار دوست اجازه بدید با این سوال از هر دوی آقایون در واقع این بحث رو یه جوری به پایان ببریم، امیدواریم که خروجی مناسبی داشته باشه. آیا این دغدغه‌ای که تو جامعه هست اینه که با توجه به اینکه سال المپیکه و ما رو به المپیک میریم، المپیکی که با این بازیکنان با این نسل نمیدونم شاید به این نزدیکی تکرار شدنی نباشه، دغدغه اینه شما به ما جواب بدید که با این کادر و با این سرمربی ما انشالله میتونیم به سلامت تو المپیک بریم و المپیک خوبی رو پشت سر بگذاریم یا نه؟ من جواب بدم؟ شما بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که این دو تا بخش داره. یکی این که اگه قرار باشه با این کادر نباشیم چه شرایطی رو داره؟ خب شرایط قراردادی داره، شرایط پرداخت داره. خب طبیعیه که بخشودگی شاید شامل ما نشه یا شاید شامل بشه. شاید باش صحبت کنن بپذیره پول نگیره بره مثلا سرمربی. این یه بخش کاره. یه بخش دوم که اصلا اگه قرار باشه این کادر نباشه کدوم کادر باشه؟ الان ما اصلا مربی داریم که بیکار باشه بیاد. و آقای یوسفی از همه اینها مهمتر نوع اومدن مربیا به ایرانه. من اون 7 سالی که به عنوان دبیرکل کار کردم از نزدیک با این مسائل در ارتباط بودم. ببینید مربیان تاپ خارجی برای اینکه بیان تو کشور ما مربیگری تیمای ملی ما رو بگیرن دو برابر شاید بعضن دو برابر و نیم بیشتر از پولی که تو اروپا میخوان رو اما میخوان. بیشتر از اون چیزی که تو اروپا دستیار میخوان به لحاظ ماه قرارداد از ما میخوان. و اگه قرار باشه همه اینا رو انجام بدی شاید یه رقم هنگفتی باشه. ما چرا نتونستیم با آناستازی صحبت کنیم، تفاهم کنیم؟ چرا نتونستیم با استویچوف صحبت کنیم؟ به خاطر اینکه شرایطی رو ما می‌خواستن که اون شاید منطقی نبود ما بپذیریم. بایستی ببینیم داشته هامون به عنوان مربی تو اون مقطع کی هست، چجوری میتونیم بیاریم. اعتقادتون اینه که خیرالموجودینه؟ یعنی در واقع آقای بله ضمن اینکه من باز تاکید میکنم آقای کلاکوویچ مربی کم تجربه ای نیست، مربی کوچیکی نیست، مربی صاحب عنوانی، مربی با خیلی از خوبای والیبال دنیا کار کرده و بنابراین میتونیم توی مدت کوتاه تا انتخابی المپیک، من باز تاکید میکنم انتخابی المپیک رو داریم که برای مهمه، هرچند تو مرحله اول سخت نتیجه بگیریم اما خیلی مهمه تیم حمایت کنیم، تک تک بازیکن رو مورد حمایت فدراسیون و جامعه والیبال باشن که ایشالله بتونیم انتخابی المپیک چه مرحله اول چه مرحله دوم بتونیم نتیجه مثبت. ببینید در ارتباط با تعویضایی که سلیقه‌ای گفتن آقای افشار دوست، من قبول دارم اینه، اما چه ابزاری داری مربی اون کنار وای میسته؟ خب اگه قرار اینه خب مربی هم بشینه اینه بقیه تماشا کنه، بازیکن اگه خوب کار کرد که خوب کار کرد، نتایج هم مشخصه که بهترین ها بودیم. پس اینجا هستش که شما خودتون هم اشاره کردن آقای افشار دوست که رزنده چی کار میکرد یا همو هاینن. هاینن خیلی وقتا وقت استراحت رو میگرفت، باید یه وقفه میداد به بازی، کاری هم با بچه ها نداشت، میرفت اونجا با لپتاپ خودش نگاه میکرد، یا رزنده همیشه. یعنی که از نظر مدیریت روانشناسی تیمش هدایت میکرد. اونجایی هم که وقتی بعضی موقع وقت استراحت میگرد فقط پاسداران برد اون گوشه باش صحبت میکرد که الان برنامه اینه یه مقدار، یا اگه بازیکن تحت فشار بود تعویضش میکرد، کمکش میکرد. ببین ما نمیگیم بازیکن ها خوب برن بیرون کنار بزنیم، نه نه، ما میگیم کمک اینا بکنیم هم به نفع خود این بازیکن است. الان بازیکن ها راضی ان با این نتیجه؟ قطعا نه. پس اگر یه مربی بود که مدیریت کنار زمینه داشت هم کمک اون بازیکن میکرد هم کمک تیم میکرد هم خودش برنده بود. آقای محتشمیان صحبت پایین همون سوالی که از آقای افشار دوست پرسیدم از شما، با آقای کلاکوویچ باید ادامه بدیم یا اینکه نه فکر میکنید باید کمکایی که کنارش نشستن حرفای اینا رو بپذیره؟ چون ما عمل کرده اون دو تا کمک رو دیدم خیلی خوبه. ضمناً آمار ارقام آنالیزی که برگه آنالیزی که دستش میدن، من یه نکته به این اضافه کنم، مثلا قبلا آقای موسوی در زدن سرویس یه دونه سرویس خوب میزد اینو خراب میکرد، این فقط کارش این بود که قائمی رو میآورد جای این
یه دور سرویس داد، سرویس بعدی میورد که سرویس بزنه. بعد موسوی امسال بهترین عمل کرد و داشت تو سرویس پرشی، اینقدر آمارش رفت بالا. تو یه جا دیدم دوباره نعوض کرد، یعنی کلیشه ای، نه ای که لحظه ای تصمیم بگیره و این خیلی مهمه. خیلی متشکر جواد محتشمیان، محمود افشار دوست، هر دو عزیز دل ما که خوش. از منظر موافق و مخالف عمل کرده کولاکوویچ در لیگ ملت‌های والیبال صحبت کردن، ولی ما دلمون برای تیم ملی والیبالمون میتبه. امیدواریم که مسئولین بهترین تصمیممون بگیرن، این تیم رو به خوبی هدایت بکنن برای این رقابت‌های پیش رویی که دارن و از جمله انتخابی المپیک اولیش در روسیه است. براشون آرزوی توفیق داریم. برای بچه‌ها بریم یه بخش رو ببینیم. حمیده عباس‌علی در کنار تیم ملی کاراته ما گل کاشته این روزها، می‌خوایم یه گپی باهاش تلفنی بزنیم، اما اول یک بخشی در مورد ایشون و خداحافظ دوستان. ممنونیم از شما. ممنونیم از شما. بین همه قهرمانایی که خیلی زود چهره میشن و بعد از گرفتن یکی دو مدال به همون سرعت فراموش میشن، یکی هم میشه حمیده عباس علی، قهرمانی با بیش از 30 مدال رنگارنگ از مسابقات جهانی، آسیایی و تورنمنت‌های بین‌المللی و یک دهه افتخار برای کاراته ایران. حمیده با اون آتش بی‌پایانش برای موفقیت نمونه کامل یک ورزشکار با تفکر حرفه‌ایه. اون هیچ حد و مرزی برای موفقیتش نمی‌شناسه. حمیده عباس علی از مدال‌آوری در مسابقات جوانان و امیدهای آسیا شروع کرد و خیلی زود تبدیل به یک مهره قابل اعتماد شد. اما قصه زندگی ورزشی حمیده وقتی شیرین تر شد که فدراسیون جهانی کاراته مجبور شد مجوز حضور بانوان محجبه در مسابقات رسمی رو هم صادر کنه. جام جهانی 2014 در برمن آلمان و تاریخ سازی با یک مدال نقره. این شیر دختر ایرانی دو سال بعد باز هم روی سکوی جهانی رفت و این بار از لینز اتریش مدال برنز سوغاتی آورد. حمیده عباس علی اهل کم آوردن نیست، اون باختن و بهونه آوردن رو هم بلد نیست. در دوره ورزشی پربارش طلای آسیا در سالهای 2012، 2013، 2015، 2018 و 2019 رو هم گرفته که همین آخری هفته پیش در تاشکند به دست اومد. به اینها یک طلا و یک برنز بازی‌های آسیایی اینچون و جاکارتا و ده‌ها مدال از لیگ جهانی کاراته، مسابقات دانشجویان جهان و چندین تورنمنت دیگر رو هم اضافه کنید تا ببینید با چه پدیده‌ای روبرو هستیم. حمیده سالها قبل به دوستانش گفته بود مطمئنم تا زمانی که در کاراته هستم این رشته المپیکی میشه و این چیزی بود که همیشه بهش فکر میکرد، المپیک. حالا این کاراتکای پر افتخار ایرانی در یک قدمی المپیک 2020 قرار گرفته. آیا اولین حضور رسمی کاراته در المپیک میتونه با طلای حمیده عباس علی از توکیو همراه بشه؟ تا سال دیگه امیدوارانه منتظر میمونیم. یک طلای المپیک تا درخشش جهانی یک بانوی ایرانی فاصله داره، فاصله ای که برای حمیده قد عشق و ارادش، پس اونقدر هم فاصله نیست. بله، بعد از این بخش دقیقا میخواستیم با حمیده عباس علی گفتگو بکنیم. نمیدونم چرا علاقمی که هماهنگم شده بود و قرار بودم صحبت کنه، فعلا بچه‌ها میگن که گوشیشو ور نمیداره. امیدواریم که ارتباط برقرار بشه. ما یه عذرخواهی هم به برای بچه‌های هاکی بدهکاریم. البته با توجه به ضیق وقتمون ما قرار بود که هم با سرمربیان آقایون و بانوان هاکی، به خصوص آقایون که قهرمان آسیا شدن، هم با آقای قدیمی رئیس فدراسیون ارتباط تلفنی بگیریم. تصاویرمون هم آماده است. به نظرم میرسه که ممکنه به امروز نرسیم، ولی ان شاءالله هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد و حتما به عزیزانم تبریک و خدا قوت خواهیم گفت. در هاکی داخل سالن قهرمان آسیا در واقع قهرمانیشون رو تکرار کردن مردان ما، و زنانمون هم بعد از حدود 9-10 دوره یه بار دیگه فرصت حضور رو در این مسابقات پیدا کرده بودند. اما مهدی شریفی، سلام بر شما. سلام یوسفی، مردم خوب ایران سلام، ظهر جمعتون بخیر. امیدوارم که غروب جمعه قشنگی انتظار هممون رو بکشه انشاءالله. اما شما با دست پر اومدی، شما چی آوردی؟ سلامت باش. قبل اینکه من شروع کنم تبریک میگم تولد آقا مهدی مهدوی کیا رو، 42 ساله شدن و
اسطوره فوتبال ایران بودن. سایت باشگاه هامبورگ هم تبریک گفتم، ما هم اینجا از طرف خودم و البته برنامه ورزش مردم هم تبریک میگیم، تولدشون تبریک میگیم. نسل 98 نسل دوست داشتنی خیلی. خیلی خوب و فراموش نشدنی هست، خیلی 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 دوست داشتنی. و اما آقای یوسفی، همونطوری که میدونید یکی از اتفاقهای مهمی که تو این چند روز افتاده این بوده که علیرضا بیرانوند رفته رو جلد توتو اسپورت. خب و مجله روزنامه معتبر ایتالیایی توتو اسپورت اون پایین اگر معلوم باشه مشخص عکس بیرانوند زیر دیبالا مصاحبه کردم باش. البته که من اونجوری یه لحظه باید طولش رو بریم در واقع به صورت کادر تصویر. آره. سمت چپ تصویر مصاحبه با بیرانوند کار شده. البته من اونطوری که خبر دارم خود علیرضا بیرانوند حالا اگر دوست داشتم میتونه بیاد رو خط برنامه و صحبت من رو تکذیب کنه. به یکی از دوستان نزدیکش گفته بود که مصاحبه نکرده با توتو اسپورت و به نظر میرسه صحبتایی که توتو اسپورت نقل کرده از علیرضا بیرانوند صحبتاییه که اونجا مدیر برنامه‌ای که داره با علیرضا کار میکنه انجام داده. حتی خیلی من مصاحبه توتو اسپورت رو که خوندم خیلی دقیق صحبت کرده بود، حتی راجع به اینکه پدر علیرضا بیرانوند دوست داشته علیرضا یک چوپان بشه و گله‌داری کنه، اما خب علیرضا واقعا به نظرم یک الگوی نمونه است. ما چرا تو جامعهمون تو این چند سال گزارشگران فوتبال که خود شما از من بهتر میدونید، مثلا وقتی برزیلی ها به موفقیت میرسن میان میگن رونالدینیو بچگی ها چقدر وضع مالی بدی داشته، یا ریوالدو یا رونالدو. ریوالدو اصلا از سوی تغذیه اون دقیقاً ما میتونیم بیرانوند خودمون رو نمونه بگیم، بیرانوندی که یک شخصیت خود ساخته است از چه جای دیگه همه میدونن تو برنامه ما این اصلا افتخار گفته دقیقاً. شده بله دیگه یک الگوه به نظرم افتخار آمیز آدم از یه جایی بیاد که مثلا شرایط هم تازه براش خیلی هم مهیا نبوده به اینجاها برسه، دقیقاً غرور انگیزتر به نظر. علیرضا با برج آزادی دیگه هم فکر میکنم بله. خیلی ها دیده باشن، همین الان اگر جستجو کنید در اینترنت عکسش هست، علیرضا بیرانوند جوونی که تو کارواش کار کرده، تو ساندویچی کار کرده، اما الان روزنامه‌های ایتالیایی دنبال اینه که باهاش مصاحبه کنن. دو روز پشت سر هم علیرضا میره رو جلد روزنامه‌های ایتالیایی، میگن که باشگاه تورینو میخواد علیرضا بره. خبر قطعی داریم در این زمینه یا نه؟ به نظر میرسه الان بیشتر یک مثلثی ایجاد شده آقای پیمان یوسفی، مدیر برنامه‌ها، رسانه‌ها و فشار افکار عمومی باعث میشن که یک باشگاهی یک بازیکن رو خریداری کنه. البته اگر نقل و انتقال بیرانوند به تورینو اتفاق بیفته، خب همه هم میدونیم سیریگو دروازه‌بان اصلی باشگاه تورینو بله. و به احتمال خیلی زیاد دروازه‌بان دوم میشه بله دروازه‌بان دوم میشه و رو نیمکت خواهد نشست. البته که افتخار بزرگیه که نصیب مردم ایران و فوتبال ایران میشه که علیرضا بیرانوند به سری آ بره. باشگاه تورینو هم خیلی باشگاه بتونه خودشو تحمیل هم بکنه که به هر حال ما تو جام حذفی تو این چند سال جای اولو که تضمین شده نیست، میتونه خودشو نشون بده. ما تو فوتبال ایتالیا شاهد این بودیم که معمولا در جام‌های حذفی دروازه‌بان دوم رو بازی میدن مربیان و اگر علیرضا دو سه تا بازی خوب تو جام حذفی انجام بده حتما میتونه. اما این ور قضیه رو هم بگیم، یعنی پرسپولیس این تیم محبوب و پرطرفدار پایتخت، یعنی بگه اگر قراره بره اونجا گل دوم حتما به هر حال وضعیت بهتری براش، ولی برای پرسپولیسی که بهش نیاز داره و دقیقا. شاید یه مصاحبه شاید اینو باید در واقع خودش سبک سنگین بکنه. علیرضا یه مصاحبه کرده بود با شبکه سوم برنامه فوتبال برتر، تو همون مصاحبه هم گفته بود که من یه طوری میرم که پرسپولیس سود کنه. خب اما الان تو این وضعیت حتما که پرسپولیس با توجه به اینکه کلا پست دروازه‌بانی تو فوتبال ما یه پستیه که یه مقدار خیلی کم داریم دروازه‌بان خیلی خوب که دروازه‌بانی مثل علیرضا بیرانوند که تو این صفتی که در پرسپولیس حتما که خیلی تاثیر زیادی داشت تو قهرمانی پرسپولیس و آمار هم نشون داده بسیار وضعیت عالی داشته بیرانوند تو دروازه پرسپولیس، حتما پرسپولیس ضرر خواهد کرد. اما یه نکته‌ای هم باید بگیم آقای یوسفی، تیم ملی ژاپن تو جام ملت‌های آسیای قبل شینجی کاگاوا یکی از بزرگترین ستاره‌هاشونه، اما سرمربی تیم ملی ژاپن به خاطر اینکه کاگاوا رو نیمکت میشست در باشگاه دورتموند دعوتش نکرد، گفت من بازیکنی رو دعوت میکنم که تو شرایط مسابقه باشه. باید این فکر رو هم بکنیم، شاید سلیقه آقای ویلموتس هم این باشه، یعنی شاید اگر بیرانوند بشینه رو نیمکت باشگاه تورینو احتمال داره، شاید کم باشه احتمالش، اما احتمال داره که جایگاه اصلیش تو تیم ملی رو هم از دست بده.
پس بنابراین باید جمعی این جهات تصمیم گیری آسونی نیست. امیدواریم که بهترین تصمیم که به نفع فوتبالمون هم باشه و البته هوادارهای پرسپولیس هم که هوادارهای پرشور و زیادی هم هستن رنجیده خاطر نشن. انشالله که اینطور بشه. یه حرف خیلی قشنگم تو مصاحبهش با توتو اسپورت دالا میگم، بازم نمیدونی مصاحبه خود علیرضا بوده یا نه، که گفته بود دوست دارم تو دربی تورین پنالتی رونالدو رو بگیرم. علیرضا سابقه داره پنالتی رونالدو رو در جام جهانی بگیره و اگر اون اتفاق بیفته چقدر قشنگه. من بعضی موقعا که مثلا سون هیونگ مین برای تاتنهام گلزنی میکنه در لیگ قهرمانان اروپا، تو دلم میگم خوش به حال مردم کره، چه کیفی دارم میکنم. و الان که دارم این تصور رو میکنم تو دربی تورین علیرضا پنالتی رونالدو رو بگیره، خوش به حال ما. بسیار عالی. اما یکی از گزارش‌هایی که از هفته گذشته مونده باز هم به تراکم کار ما بستگی داشت، از اردوی شهر خودرو. الان دیگه پدیده نباید گفت، باید شهر خودرو. از تیم شهر خودرو و اردوی پیشفصلشون و صحبت‌ها و گپی که با یحیی گل محمدی زده شده به اتفاق ببینیم. خب ما تأمیناتمون رو تقریبا به موقع انجام دادیم و توی چند تا پست که بازیکنامون رفتن تو اون پست‌ها سعی کردیم بازیکنای جایگزین رو بگیریم که موفق شدیم این کار رو انجام بدیم. یکی دوتا بازیکن دیگه احتمال زیاد به ما اضافه خواهند شد. توی این مدت 4 تا بازی تدارکاتی داشتیم که فکر می‌کنم تعدادش خوب بود. تا شروع مسابقات 3 تا بازی تدارکاتی دیگه هم در پیش داریم که دو تاش با زبانه و یکیش هم با مثل کرمان. یه مقدار شرایطی که و مشکلاتی که ما داریم تو مشهده که امکانات تمرینی واقعا اونجا ضعیفه و مجبور میشیم بیایم تهران یا بریم اردوهای خارج از کشور، یه مقدار کارمون اونجا واقعا سخت کرده. ما اردوهای خارجیمون هم در نظر گرفته بودیم ولی خب یه مقدار مشکلاتی به وجود اومد که این امکان از ما گرفت. وارد جزئیات نمیشم، ترجیح میدم زیاد راجع به این مسئله صحبت نکنم. در هر صورت داریم از امکاناتی که تو شهر تهران هستش استفاده میکنیم. از آقای تاج و آقای سلطانیفر وزیر محترم و رئیس محترم فدراسیون به مدیر عامل باشگاه ما توصیه کرده بودن که به خاطر اینکه ارز خارج نشه اردو رو در ایران داشته باشیم. ما توصیه رو گوش کردیم ولی متاسفانه تیمای دیگه گوش نکردن. یکی از این دو عزیز هم بعدش مصاحبه کرد مبنی بر اینکه تیمایی که نرفتن بدهکارن، بدهکاری میلیاردی دارن به حالا فیفا و و و، ولی اینطوری نبوده. ما الحمدلله یک دلار هم بدهی نداریم خدا رو شکر. از زمانی که مدیریت در دست مجموعه شهر خودروه الحمدلله اینطوری نبوده، تمام بدهی ها پرداخت شده. و اینجا از این همین تریبون باید استفاده کنم بگم که ما فقط توصیه رو گوش کردیم و گلمندیمون فقط اینه که چرا تیمای دیگه رفتند و نذاشتن ما بریم. توی فصل نقل و انتقالات هستیم. باشگاه شهر خودرو خیلی خبرساز شده با گرفتن مهدی رحمتی، بازیکن پرسابقه باشگاه استقلال تهران، و همینطور حضور یحیی گل‌محمدی مجددا سر تمرینات شهر خودرو. ببینید، اولا که من با باشگاه پدیده قرارداد داشتم و این پیشنهاد از طرف باشگاه پرسپولیس رسید و خب دوتا مدیر عامل هم با هم صحبت داشتن. در نهایت این نتیجه گیری شد که این انتقال انجام نگیره. خب منم خب تحت قرارداد باشگاه و تصمیماتی که باشگاه میگرفت طبعا باید من رعایت میکردم و بهش احترام میذاشتم. به واسطه یه نتایج خوبی که تیم ما کسب کرد توی سال گذشته، طبیعی بود که همه تیم ها و همه باشگاه ها بازیکنهای ما رو بخوان و البته مربیتون رو دیگه. البته بله، آقای گل محمدی رو هم همینطور. اگر بگم سخت نبود دروغه، سخت بود اما الحمدلله گذشت. آقا میگن که آقای گل محمدی رو شما از دهن شیر کشیدید بیرون نگهش داشتید، درسته؟ از دهن شیر که نکشیدیم بیرون، ما در واقع شاید میشه گفت که تو دهن شیر حفظش کردیم. چرا ما شیره نباشیم؟ تیم شهر خودروی خراسان الحمدلله شیره. یه شعاری هواداره ما میدن تیم شیرانه و اینکه ما تو دهن شیر حفظش کردیم.
بله، بابت این گزارش هم دستت درد نکنه و صحبت‌های پایانی شما. علیرضا بیرانوند موقعی که تو نفت بود توی جمعی به یکی از دوستانش گفته بود دوست دارم برم به پرسپولیس و بعد از پرسپولیس برم اروپا و این هدفش بوده. علیرضا داره به هدفش میرسه. چقدر خوب که همه بازیکنانمون هدف گذاری کنن و به هدفشون هم برسن. امیدوارم هر اتفاقی میفته به قول شما به نفع فوتبال ایران بشه. انشالله. امیدواریم همه به هدفهای خوب زندگیشون بتونن انشالله برسن. ممنون از مهدی شریفی عزیز. بخش دوم نقل و انتقالات رو هم به اتفاق ببینیم. ضمن خداحافظی از مهدی دستتان. بله، و اما سری بزنیم به ویدیوهای پربازدید یک ماه گذشته که قاعدتاً باید هفته گذشته بهش میپرداختیم ولی خب هفته گذشته نشد. با کمال شهامت باید بگم که اولین ویدیو پربازدید اون خبری بود که ما اعلام کردیم راجع به شنیده هامون از انتقال یحیی گل محمدی به پرسپولیس که 1,690,000 بار یا 620,000 بار، من یه اشتباه از بنده است، دیده شده و در واقع این خبری که اعلام شد در همون جلسه و اون پربازدیدترین شد. البته واقعا باید بگم که یکی ماهیت خبرهای نقل و انتقالاتی است که تا آخرین لحظه قابل اعتماد نیست و یکی هم این که به هر حال این اتفاق میفته، اما خواستیم صداقتمون رو حفظ بکنیم و بگیم این خبری که بعدن هم به حقیقت نپیوست اما پربازدیدترین ویدئوی در واقع یک ماه گذشته بود. این دومیش بود با 1,390,000 بازدید که ورود گابریل کالدرون به ایران بود و استقبال محسن خلیلی و دیگر اعضای باشگاه از کالدرون که 1,390,000 بار در فضای مجازی دیده شده. و سومی هم باز از برنامه ما بود و صحبتی که راجع به رضا شکاری مطرح شد و صحبت‌هایی که بین در واقع آقای آذری و آقای رفیعی در بخش حقوقی به وقوع پیوست، این هم با 1,020,000 بازدید پر بازدید ترین های یک ماه گذشته بودن. اما در رصد فضای مجازی بریم ببینیم بقیه دستپخت آقای مهندس صیقلی و دوستانمون رو که ببینیم در نمودار این هفته چه میگذره و چه اتفاقاتی رخ داده. طبق معمول پرسپولیس و استقلال در کنار بیرانوندی که به شکل سبز نمایش داده شده، مهدی طارمی و سردار آزمون در واقع کسایی بودند که بیشترین بحث‌ها در طول این هفته از جمعه تا پنجشنبه یعنی دیروز که ملاحظه می‌فرمایید راجبش اتفاق افتاده. کمیل قاسمی یکی از اونها بود، از بین اونایی هم که بیشتر صحبت شده نسبت به هفته قبل. کمیل قاسمی میدونی که آرتور تایمازوف مدال طلاشو دارن میگیرن و میدن به کمیل قاسمی که در واقع تایمازوف برای المپیک لندن ثبت شده. بعد پیام صادقیانی که خداحافظیش از فوتبال، یکی دیگر از خبرسازهای هفته گذشته بوده و یکی دیگر هم میلاد محمدی و حضورش در واقع باشگاهی که عوض کرد و به پرتغال رفت، جز خبرهای پربازدیده و در واقع شخصیت‌ها و کلیدواژه‌های پربازدید هفته گذشته بودند. خوشحال بودیم و شدیم که یک بار دیگه این توفیق به دست اومد که در خدمتتون باشیم در قالب ورزش مردم. یه بار دیگه عرض بکنم عذرخواهیمون از برای بچه های هاکی که انشاءالله هفته آینده به اونها در ارتباط تلفنی خواهیم پرداخت
و صحبت آخر اجازه بدید که برنامه رو در واقع با این شعر ناصر خسرو دوست داشتم همینجوری که به پایان ببرم. گرد غربت نشود شسته ز دیدار غریب، گرچه هر روز سر و روی بشوید به گلاب. هر درختی که ز جایی هر درختی که ز جایش به دیگر جای برند، بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب. شعری بود از ناصر خسرو. خداوند یار و نگهدار شما و به امید دیدار.